هزاران رسیده، شاید به تعداد رفقای مستقل و منفرد و احزاب همینا رو هم بذاریم، ما تعاریف داریم از سوسیالیسم. در تاریخ هم البته همینطور بوده، هیتلر به خودش گفته سوسیالیسم، برژنوف به خودش میگفت سوسیالیسم، پولپوت به خودش میگفت سوسیالیسم، شرودر به خودش میگفت سوسیالیسم، یعنی کسانی هم به خودشون گفتن سوسیالیسم که خب احتیاجی به آنچنان تعریف خاصی از سوسیالیسم هم نداره برای ما که بفهمیم خب اینا نیستن سوسیالیسم. بنابراین مسئله کلیدی ده که بفهمیم چی میگیم موقعی که میگیم سوسیالیسم، منظور ما از این واژه چیه. من به اصطلاح بحث عجیب و غریبی امشب نمیخوام بکنم، سخنرانی هم به اون معنا نیست، در واقع یه نوع باز کردن نکاتی است که به نظر من پایه‌ای هستن و ابتدایی هستن و اگر توافق سر اینا نداشته باشیم هی به خودمون بگیم سوسیالیست سوسیالیست، در واقع چیزی رو اثبات نکردیم و چیزی رو نشون ندادیم. به نظر من حتی در چپ ایران هنوز که هنوزه سر این که آیا بین واژه سوسیالیسم و کمونیسم تفاوتی هست یا نیست و اگر هست چه تفاوتی هست، حتی سر این روشنی وجود نداره. و من همین ابتدای این رو بگم که حداقل من یکی، حالا من کاری به کاری کسای دیگه ندارم، حداقل من یکی موقعی که استفاده میکنم از واژه سوسیالیسم برای من هیچ تفاوتی با واژه کمونیسم نداره و به نظر من این متکی دقیقا به برداشت خود مارکس. خود مارکس یه جایی ازش سوال میکنن چرا به خود گفتی کمونیست، در صورتی که مقاله می‌نویسی سر سوسیالیسم، چرا به گروهتون گفتی کمونیست، در صورتی اتحادیه کمونیستا منظورمه، در صورتی که همه جا مقاله می‌نویسی میگی مثلا سوسیالیسم علمی، سوسیالیسم مبارز، نمیدونم. گفت از نظر من این دو تا واژه یکی‌اند، منتها از اونجایی که در شرایط فعلی اروپا هر به اصطلاح دیوانه‌ای به خودش میگه سوسیالیست، من ترجیح میدم بگم کمونیست که با اینا قاطی نشم. اتفاق دقیقا به همین دلیل هم من ترجیح میدم امروز لغت سوسیالیسم رو استفاده کنم و به خودم نگم کمونیست، چون به گفته ما هستن خیلی کسانی که آبروی این واژه کمونیسم رو بردن در تاریخ معاصر. بنابراین من ترجیح میدم به خودم بگم سوسیالیسم، ولی از نظر من تفاوتی بین سوسیالیسم و کمونیسم نیست. هر جا که من میگم سوسیالیسم میخوام تعریف کنم این سوسیالیسم چیه، منظورم در واقع همون تعریف رو برای کمونیسم هم خواهم داد. در به اصطلاح چپ سوسیال دموکراتیک اروپا قبل از انقلاب روسیه مد شده بود که میگفتن سوسیالیسم مرحله اول جامعه کمونیستی است، کمونیست مثلا مرحله دوم جامعه کمونیستی است. خب اینم از اون حرفای مندرآوردیه، یعنی حالا چون به صرف این که یه عده مثلا از رهبران سوسیال دموکراسی اروپا اون موقع همچین تفسیری رو داشتن، دلیلی نداره بنده و امثال شما هم این به اصطلاح تعریف مندرآوردی رو قبول کنیم. به چه مناسبت باید به مثلا فاز اول جامعه کمونیستی گفت سوسیالیسم و به فاز دومش گفت کمونیسم؟ یا میگیم به هر دوتاش کمونیسم یا میگیم به هر دوتاش سوسیالیسم. برای من خواستم اول میگم حتی سر واژه و تفاوت‌های واژه اختلاف زیاد هست. مطمئنم خیلی هستن که میگن نه اصلا همینی که من تفاوت قائل نمیشم بین سوسیالیسم و کمونیسم، من خودم شنیدم، تو همین پلتاک شنیدم، از این دانشمندان پلتاکی شنیدم که اگر اون کسی، یعنی منجل بنده که این حرف رو زدن، میکرد دوستان پاشون گفت اگه تو نمیفهمی تفاوت سوسیالیسم و کمونیسم چیه، اثبات کرد که تو همون سوسیال دموکرات هستی. این مثلا پاسخ این دوستان. برای خواستم از اول به اصطلاح روشن کنم که من منظورم چیه. این سوسیالیسمی که به هر حال من از کسانی هستم مثل خیلی از شما دوستان و رفقایی که این اتاق هستید که فکر میکنیم ما سوسیالیسم مارکسیستی رو به اصطلاح قبول داریم، من به هر حال امشبم هدفم اینه که این سوسیالیسم مارکسیستی رو باز کنم و بشکافم، توضیح بدم از نظر من اصول کلیش چیه. ولی خب سوسیالیسم قبل از مارکس هم وجود داشت، یعنی حتی قبل از مارکس هم اینطوری نبود که فقط یه جور سوسیالیسم بود. انواع و اقسام گروه های سوسیالیستی زمان خود مارکس و قبل از حتی
دنیا آمدن مارکس در اروپا شکل گرفته و حتی ما اون موقع فقط هم سوسیالیسم کارگری نداشتیم، یعنی سوسیالیستایی که به یه شکلی خودشون رو جزی از طبقه کارگر و جنبش کارگری میدونستند. همین مانیفست مثلا کمونیست مارکس رو بخونیم میبینین از سوسیالیسم فئودالی صحبت میشه و وجود داشتن این چیزا. توماس کارلایل مثلا یکی از دانشمندان اون دوره که هنوزم کلی تو اروپا معروف و ازش دفاع میکنن، یکی از سخنگویان سوسیالیسم فئودالی و تئوری داشتن، به اصطلاح پیرو داشتن، آدم طرفدار داشتن غیر. سوسیالیسم بورژوایی داشتیم، انواع و اقسامش. سوسیالیسم خرده بورژوایی داشتیم که دقیقا به خاطر ماهیت خرده بورژوایی دیگه همه اون انواع اقسام دیگه سوسیالیسم که جمع بزنی به اندازه تعداد سوسیالیست های خرده بورژوا هم نمیشه. و حتی سوسیالیسم ناب بسیار روشن فکرانه هم داشتیم که از اتاق تئوریک دیگه خارج نمیشد و تئوری بافی میکرد. به خودشون هم میگفتن سوسیالیست های واقعی. در آلمان بعد از انقلاب فرانسه چون طبقه کارگری عملا اون موقع آلمان نداشت، ولی خب در فرانسه جنبش سوسیالیستی به نقش گرفته بود. درش تو آلمان یه دیگه به خودشون به اصطلاح سوسیالیسم میگفتن، ولی در حوزه فقط اندیشه در واقع به خودشون میگفتن سوسیالیست های واقعی فقط ما این، بقیه اصلا کشکن. ما سوسیالیسم ناو تئوری که به اصطلاح واقعی رو داریم معرفی میکنیم. خلاصه حتی زمان مارکس هم اینجوری نبود که مسئله به این سادگی بود. انواع و اقسام جریانات و گرایش‌های سوسیالیستی وجود داشته. و اتفاقا من تو بحثی که چند هفته پیش اینجا تو اتاق کردم در رابطه با پلتفرم اتحاد چپ کارگری مطرح شد، که دو تا از دوستان تو تکس بعدم توی به اصطلاح تا پشت میز گفتن که آره اصلا یعنی چی شما به خودتون میگین چپ؟ چپ یعنی چی؟ نمیدونم شما باید واژه مثلا مشخص استفاده کنین، به خودتون بگین سوسیالیست. خب حقیقتش اینه که اتفاقا اولا ما فقط به خودمون نگفتیم چپ، گفتیم اتحاد چپ کارگری. یعنی موقعی که شما در جنبش کارگری خودتو متعلق به یه جناح خاصیش میدونی، اتفاقا به نظر من خیلی دقیق تر و مشخص تره تا به خودت بگی اتحاد مثلا سوسیالیستی یا اتحاد کمونیستی. اتفاقا اتحاد سوسیالیستی یا اتحاد کمونیستی به مراتب امروزه بی‌معناتر شده تا به خودت بگی اتحاد چپ کارگری. به هر حال در هر جنبش اجتماعی من جمله حتی جنبش‌های بورژوایی شما همیشه جناح راست داری، جناح مرکز داری، جناح چپ داری. در جنبش کارگری هم همینطوره، شما جناح راست داری، جناح چپ داری، جناح مرکز داری. این جناح ها در طول مبارزات طبقاتی تغییر و تحول می کنن و الزاماً همیشه یه جوری دست هم نیستن، ولی خب اون کسی که توی این جنبش هست، اون انسانی که خودش رو توی این جنبش می دونه ازش بپرسی تو کجا قرار داری، اتفاقاً دقیقاً می دونه کجا قرار داره. من تا الان ندیدم شما از یه آدم مشخص بری سوال کنی که تو این جنبش کارگری الان انگلیس تو مثلا جناح چپش هستی، وسطی هستی یا راستی هستی، میدونه دقیقا کجاش قرار داره. یعنی از نظر خود جنبش تعریفش خیلی مشخص. علل اصول هم تو تعریف به اصطلاح چپ کارگری الزاما به این معنا نیست که تمام اون کسانی که در جناح چپ کارگری هستن حتی خودشون رو سوسیالیست میدونن. البته سوسیالیست ها حتما در جناح چپ جنبش کارگری هستن، ولی نه این که همه کارگران مبارزی که در جناح چپ کارگری هستن الزاما باید حتما به سوسیالیسم هم رسیده باشن. اتفاقا به نظر من، حالا همونطور که تو به صورت توضیح من سر خود مفهوم سوسیالیسم شاید روشن‌تر بشه، اتفاقا به نظر من خیلی برخورد مارکسیستی تر و علمی تر اینه که اگر میخوایم اتحادی رو در یه طیفی را بندازیم، اتحاد طیف چپ کارگری رو را بندازیم، نه این اسمای پرتمطراق که بعضی هی رو خودشون میذارن که هیچ معنی نداره. همین جنبش امروزه چپ ایران رو ببینید، همین
مش نمونه خروار توی همین پلتاک نگاه کنید. من اگه بگم به خودم سوسیالیست، خودم رو هم اسم کردم با خیلی هایی که معذرت میخوام اینو میگم، حاضر نیستم حتی باشون توی اتاق بشینم چایی بخورم، چه برسی که بخوام باشون مبارزه مشترک بکنم. بنابراین اتفاقا به نظر من به همین دلایلی که توضیح دادم کافی نیست که آدم به خودش بگه سوسیالیست. باید دقیق روشن کنیم که منظورمون چی از این سوسیالیست. باید به ویژه با در نظر گرفتن بحران اعتبار سوسیالیست، یعنی شما در ذهنیت توده های وسیع کارگر جهانی که وارد بشید، سوسیالیسم یا کمونیسم یا اون چیزی که تجربه شده در اروپای شرقی، در چین، در کوبا، در ویتنام، در کامبوج، این چیزی که به تحت این نام به اصطلاح تمرین شده و عمل شده و اجرا شده بی اعتبار شده. به خصوص در این دوران بی اعتباری، نه اینکه واقعا اون چیزی که من بهش اعتقاد دارم بی اعتبار شده، این پدیده مشخص اعتبار اون پدیده واقعی رو هم کم کرده. بنابراین اتفاقا در این دوران بحران اعتبار یه بازنگری به تعریف سوسیالیسم هرچه بیشتر اهمیت پیدا میکنه. به نظر من ما چپ ایرانم از این قاعده مستثنا نیستیم، باید خودمون رو باز تعریف بکنیم. این باز تعریف کار ساده ای نیست و منم ادعا ندارم که میتونم این کار رو انجام بدم. اتفاقا به نظر من یکی از وجوه مشخص بحران در همینه که جنبش واقعی سوسیالیستی، اون جناح چپ جنبش کارگری جهانی و بین المللی و اون جریاناتی که خودشون رو متعلق به این میدونن، نتونستن همون کاری رو که مارکس 1840-1850 کرد انجام بدن. یه تعریف مدرنی، یه تعریف جدیدی یا یه باز تعریفی از این مقوله سوسیالیسم رو بتونن ارائه بدن. به همین خاطر کاری نیست که من به تنهایی میتونم بکنم، یا اعتقاد دارم هیچ کسی در این جنبش به اصطلاح کارگری و کمونیستی و سوسیالیستی ایرانی تا به حال تونسته بکنه، هرچند که ادعاش زیاده و میتونه بکنه. اتفاقا کاریست که باید با هم بکنیم. یکی از دلایلی که اتحاد استراتژیک ضرورت داره برای ایجادی بدیل سوسیالیستی دقیقا همین باز تعریف خود سوسیالیسم. و این رو به تنهایی کسی نمیتونه بکنه، با هم باید بکنیم توی فراشد کار مشترک، بحث نظری مشترک و به اصطلاح روشن کردن اختلافات موجوده که ما میتونیم به همچین جنبندی با هم برسیم. تلاش من، این تلاش سه تا جنبه به نظر من داره. اگر بخوایم جدی به این پدیده برخورد کنیم، و این خیلی از پدیده هایی که زیر قالی میذاریم فکر میکنیم اگر مخفیش کنیم کسی نمیفهمه، اگر بخوایم جدی برخورد کنیم به این مشکلی که داریم، یعنی یک باز تعریف مدرن و مجدد مفهوم سوسیالیسم، اگر بخوایم این کار رو بکنیم، سه تا کار اساسیه که باید بشه. یکیش به نظر من بازنگری خود تاریخ سوسیالیسمه. یعنی مثلا ببینیم سوسیالیسم قبل از مارکس چی بود، اون وجوه مشخص کلیدی این سوسیالیسم قبل از مارکس. اینجا منظور من سوسیالیسم کارگریه. من حالا نمیخوام سر رفقا رو درد بیارم با سوسیالیسم فئودالی و بورژوایی و خرده بورژوایی و سوسیالیسم روشنفکری. اون چیزی که ما به اسم سوسیالیسم کارگری میشناسیم، یعنی برنامه سوسیالیستی در جنبش کارگری، حتی برای اون کار ما باید به این تاریخچه نگاه کنیم و ببینیم این سوسیالیسم مارکسیستی، این سوسیالیسم علمی دقیقا بر اساس چه نقدی از این سوسیالیسم های قبل از خودش شکل گرفت. وجوه مشخص اصلی سوسیالیسم های قبل از مارکس چی بود؟ وجوه مشخص سوسیالیسم بعد از مارکس چی؟ و خب سر این به نظر من کار ساده تره، کار تا اندازه راحت تره.
هرچند که مفاهیم مارکسیستی زیر آواری از انحرافات ایدئولوژیک مخفی شده و کشف و پیدا کردنش خودش کار تئوریک دراز مدت لازم داره، یعنی باید جواب تمام این انحرافاتی رو که تحت نام مارکس همون تعاریف مارکسیستی رو مخدوش کردنم داد، هرچند اونم کار ساده‌ای نیست، ولی در مقایسه با دو تا کار دیگه‌ای که باید بکنیم برای این باز تعریف، حداقل یه کارش ساده‌تره که حداقل بر خودمون درون جناح چپ جنبش کارگری روشن کنیم بابا این مارکس مفهوم سوسیالیستیش چی بود، از چی برش کرد، به چی نقد کرد و چه چیزی رو بنیاد گذاشت که ماها حالا میگیم ما به این دلیل مارکسیستیم، به این دلیل سوسیالیسم مارکسیستی رو قبول داریم. ولی خب این واضح کافی نیست، ما اضافه بر این برای برخورد به بحران اعتبار باید نقدی به پراتیک مشخص سوسیالیستی هم بکنیم، مدل مثلا سوسیالیسم روسی، سوسیالیسم چینی، به هر حال اون چیزی که عمل شده و پراتیک شده، باید یه نقد اساسی هم بر این عمل کرد با همدیگه بکنیم، نه اینکه بنده تو کله خودم برای خودم بکنم. در سطح جنبش باید این نقد صورت بگیره، این برش صورت بگیره، همونجور که مارکس در زمان خودش در سطح جنبش برش کرد از این به اصطلاح تجربیات، از این عملکردهای موجود تا زمان خودش، ما هم همین کار رو به نظر من باید بکنیم اگر بخوایم در این باز تعریف صرفاً توی کلیات مارکس باقی نمون. تازه اینم کافی نیست، این کارم بکنیم کافی نیست و این کارم باز اونقدر دشوار نیست. یه عده از ما هستیم که خب وابستگی های ایدئولوژیک داریم، هرچند اروپای شرقی از هم پاشیده، هرچند خداشون اومدن گفتن ما شکست خوردیم، هرچند امروزه در چین میبینیم میزان استثماری که کارگرها رو میکنه از هندوستانی که هنوز سیستم کاستی داره حتی بدتره، هرچند که اینا رو به چشم خودمون میبینیم، هنوز به خاطر یک موانع ایدئولوژیک که چشمامون رو کور کرده حاضر نیستیم بشینیم یه نقد جانانه بر این تجربه بنویسیم و برش کنیم ازش، برش کنیم از این مدل روسی، برش کنیم از این مدل چینی، برش کنیم از مدلایی که حالا میشه، من معمولا تحت حالا چون واژه کلی براش ندارم، مدل استالینیستی سوسیالیسم. یعنی این کارم کار ساده ایست اگر بخوایم بکنیم، چون تجربهش مشخصه، تئوریش مشخصه، عملکردش مشخصه، پدیده ایست که متولد شده، رشد کرده و از بین رفته و خیلی راحت میشه از نظر علمی رو بررسی کرد و تحقیق کرد و نکات اصلیش رو برجسته کرد و نقد اساسی ما رو به اصطلاح فرموله کرد. هرچند کار علل اصول دشواری نیست، ولی شما نگاه کنید به جنبش چپ ایران، ما هنوز حتی این کار رو هم نتونستیم بکنیم. هنوز رفقایی بین ماها هستن که عذر میخوام اینجوری بیان میکنم، صبح که پا میشن زیر عکس استالین به اصطلاح سلام علیک و صلوات میفرستن یا ماوتسدون اندیشه برای خودشون میکنن، ولی حاضر نیستن واقعیت موجود رو نقد کنن و نظر بدن. ولی میگم تازه این کارم بکنیم ما به جایی نرسیدیم. تازه مسئله اساسی مونده، اونم اینه که ما تعریفی که از سوسیالیسم میدیم نمیتونه متکی باشه به تعریف صرفا مارکس، نمیتونه متکی باشه صرفا به نقد از تجربه شوروی و چین یا امثال اینها، بلکه باید منطبق باشه با شرایط حاضر، باید پاسخی باشه به جنبش کارگری موجود و امروزه، باید بر اساس واقعیات سرمایه داری امروزه حرکت کنه و خودش رو باز تعریف کنه. اون دوتا کار دیگه صرفا یه مقدار گرد و غبارای ایدئولوژیک رو پاک میکنه و یه مقدار ابزار تئوریک به ما میده برای بررسی وضعیت فعلی، ولی اگر بررسی وضعیت فعلی انجام نشه سوسیالیسم مدرنیزه نخواهد شد،
سوسیالیسم ما همونطور عقب افتاده باقی خواهد بود. و به نظر من سوسیالیسم ما رادیکال ترین جریانات چپ بین المللی رو هم که شما امروز برید و نگاه کنید و عملکردشون و نوشتجاتشون و بیانیه هاشون و تئوری هاشون رو نگاه کنید، منی که سوسیالیستم اعتقاد دارم سوسیالیسم عقب افتاده. یعنی منی رو که 40 سال سوسیالیستم نمیتونه جلب بکنه، تا چه برسه یه آدمی که باید بر اساس تجربه زندگی روزمره خودش به این نتایج برسه. بنابراین کار سومی، تازه کار دشوارتر، کار پیچیده‌تر، خیلی طول داره تا ما بتونیم انجام بدیم. انطباق به صلاح این باز تعریف ما از سوسیالیسم با شرایط سرمایه‌داری مدرن و سرمایه‌داری جدید. ولی خب برای باید از یه جای شروع کنیم. بحث منم اینه که باید با هم هم شروع کنیم. خیلی خونسردانه باید این تاریخ خودمون رو نقد کنیم. به اصطلاح احساساتی هم نشیم سرش. باید واقعا یه نقد بیرحمانه این گذشته و تاریخچه رو بکنیم تا بتونیم وارد عرصه جدیدی از مبارزات جهانی بشیم. و باید هم با هم بکنیم. هر کدوممون یه گوشش رو میدونیم، یه گوشش رو تجربه کردیم، یه جاش رو فهمیدیم. و اتفاقا تلاشیست که در سطح بین المللی در شرف انجامه. شما عمده ترین کارهای مارکسیستی که در دوران 10 سال شاید 10 سال اخیر شده ببینید، شاید 15 سال اخیر شده ببینید، دقیقا کارهاییست که سعی کردن عین همین کار رو بکنن. تلاشی برای بازتعریف سوسیالیسم در پرتو بازگشت به خود مارکس، نقد تجربه گذشته و بررسی اوضاع حاضر سرمایه‌داری و جنبش کارگری و موقعیت طبقه کارگر. بنابراین کاریست که باید بکنیم. منم همونطور که اول صحبتم گفتم، ادعا ندارم که این کار رو نه میتونم انجام بدم به تنهایی، نه تا حالا دادم، نه این چیزایی که میگم به اصطلاح دیگه آخرین کلام در تئوری انقلابی، ولی میگم کاریست که باید با هم بکنیم. منم نظر خودم میگم، رفقام نظر خودشون رو بگن. سالها هم طول خواهد کشید تا با هم جلو بریم و یه تعاریف مشترکی برسیم. ولی خب شاید کمک کنه حداقل یه نکات پایه‌ای مارکس رو ما بفهمیم. ببینیم حداقل سر اینا توافق داریم، آیا میتونیم اساسا با هم یه کاری رو بکنیم یا نه. از این لحاظم هرچند مثلا میگم اتحاد چپ کارگری خودش رو نگفته اتحاد سوسیالیستی کارگری، اسم خودش رو همچین واژه‌ای نذاشته، ولی اتفاقا یکی از وجوه مشخصه اتحاد چپ کارگری یه تلاشی بوده برای این باز تعریف سوسیالیست. دقیقا همین سه کاری که گفتم، تلاشی ناقص، تلاشی اولیه. ولی ما نگفتیم این جمع، یعنی یکی از وجوه مشخصه اتفاقا رفقایی که امروز در اتحاد چپ کارگری فعال هستن، من رفقا منفرد رو دارم اینجا منظورم، ها سازمان ها، جریانات، گروه هایی که خودشون تو اتحاد چپ کارگری میدونن اصلا مد نظر من نیست. به شکل سازمانی خیلی از این گروه ها هنوز نظراتی میدن برای خودشون، ولی افراد مشخص در مجموع اکثریت عظیم افرادی که در این اتحاد چپ اومدن، فعالیت کردن و تا به امروز هم موندن، اتفاقا وجه مشخصشون یه تعریف ویژه است، یه باز تعریف ویژه است از سوسیالیسم. هرچند که ما این رو پیش شرط وحدت نمیدونیم، یعنی نمیگیم من با کسی وحدت میکنم که این پیش شرط های تعاریف من از سوسیالیسم رو بپذیره، ولی این به معنا نیست که ما یه باز تعریف مجددی نکردیم خودمون به تنهایی و به یه نتایجی نرسیم. بهرحال من میخوام در حد مثلا گفتگوی رفیقان و دوستانه بگم حالا نکات اصلی این تعریف من چی. به نظر من برای این باید برگردیم به سه نوع سوسیالیزمی که قبل از مارکس وجود داشت و مارکس دقیقا با نقد اینها به اصطلاح سوسیالیسم خودش رو شکل داد.
این عقاید، حالا نه به صورت اون گروه های سابق، افراد امروز هنوز در جنبش های جهانی کارگری وجود دارن، من جمله در ایران. حالا نظراتش رو که باز کنیم میبینید شباهت هاش رو با خیلی از نظراتی که ممکنه بین ما هم موجود باشه، و نقدی که مارکس به اینا کرد به نظر من ارکان اصلی این تعریف جدید مارکسیستی رو بنا میکنه. خب سوسیالیسم مدرن هممون میدونیم بعد از انقلاب فرانسه واقعا شکل میگیره. عقاید سوسیالیستی، عقاید برابری طلبانه، ما میدونیم تو طول تاریخ همیشه بوده. مزدکی های خودمون در ایران، جنبش اسپارتاکوس در به اصطلاح دوران روم باستان، یعنی خلاصه عقاید برابری طلبه، حالا اسم خودشون رو سوسیالیست یا کمونیست نذاشته باشن، به هر حال عقاید، هرچند لغت کمونیست تا که هم لغت قدیمیه، خود لغت کمونیست بودن، ولی سوسیالیسم مدرن در واقع با انقلاب فرانسه شروع میشه. حتی با انقلاب، چون شما میبینید 150 سال قبلش انقلاب بورژوا دموکراتیک تو هلند و انگلستان شد، ولی در هلند و انگلستان با اینکه جنبش های برابری طلبانه، جنبش های زحمت کشان بود، به اصطلاح سوسیالیسم، به اصطلاح عقاید سوسیالیستی، برنامه های سوسیالیستی به اون معنا شکل نگرفت. فقط بعد از انقلاب فرانسه است که این پدیده رو ما مشاهده میکنیم. و به طور کلی سه گرایش رو در جنبش کارگری، حالا من کاری ندارم ریشه های طبقاتی این عقاید کجاست، میگم در درون جنبش کارگری که مورد توجه مارکس بود، سه نوع گرایش به نقد دیده میشد. یکیش میشه گفت دور عقاید به اصطلاح بابوف بود. بابوف از خود دل انقلاب بیرون اومد. در واقع تاریخ خود بابوف رو نگاه کنی، خودش از ژاکوبیان های انقلابی بود، جزو مثلا جناح چپ ژاکوبیان ها بود. ژاکوبیان ها خودشون جناح چپ انقلاب به اصطلاح دموکراتیک فرانسه بودن. به نوعی بابوف این عقاید رو تداوم در واقع رادیکالیزم ژاکوبیانی میدونست. و به طور کلی برداشت اینها از به اصطلاح سوسیالیسم این بود که سوسیالیسم در واقع تنها شکلی که میتونه تحقق پیدا کنه اینه که یه گروه نخبه، یه گروه وارد، یه گروه انقلابی، یه گروهی که میفهمن دو تا چهار تا حساب کتابا دستشونه، یه گروهی که آگاهن به مسائل و مشکلات، یه گروهی که از خود گذشتن، یه گروهی که پیشگامن، پیشمرگن، نمیدونم حالا هر لغتی که در اون دوره در فرانسوی میذاشتن، من شاید نمیخوام اون لغاتش رو بگم، معادل فارسیش رو بگم، اینها باید تدارک ببینن، اگر شده از طریق توطئه، اگر شده از طریق کارهای مخفی و زیرزمینی، به تدریج شرایطی رو ایجاد کنن که بتونن قدرت رو از بالا بگیرن. و موقعی که قدرت رو گرفتن، در واقع از این قدرت استفاده کنن، یه دیکتاتوری انقلابی رو در جامعه مستقر کنن. این دیکتاتوری انقلابی اون وقت توده ها رو آموزش خواهد داد، توده ها رو به سطح خودش بالا خواهد آورد، توده های کارگر رو در واقع به مرحله‌ای خواهد رسون از طریق این دیکتاتوری انقلابی در بالا که به ضرورت همین عقاید سوسیالیستی پی ببرن. و اتفاقا اصلا اسم خودش رو، یه واژه‌ای که خود بابوف به کار میبره برای تعریف خودش، این دیکتاتوری انقلابی، میگین در واقع دیکتاتوری نیست، دیکتاتوری آموزنده است، دیکتاتوری آموزشگرانه. یعنی شما خب همین ایده رو حالا به این شکل ببینید، ما در جای دیگه دیدیم این کسانی که فکر میکنن سوسیالیسم یعنی پیشگام انقلابی طبقه کارگر، حالا هر تعریفی که خودشون از این واژه پیشگام میدن، پیشگام انقلابی طبقه کارگر میتونه در غیاب اکثریت توده ها قدرت رو بگیره و جامعه رو به طرف جامعه سوسیالیستی به زور دیکتاتوری از بالا سوق بده. مارکس هم این مدل نقدش اینه بود، بیاد قر بزنه، ایراد بگیره، نقد رادیکال، نقد ریشه‌ای میکرد، میخواست دلایل این پدیده رو ببینه.
و تو ریشه هاش این رو بشکافه همیشه و از این طریق بتونه فراتر از بشه. تحلیل مارکس از این چی بود؟ تحلیل مارکس از اینا این بود که خب این خیلی طبیعی و بدیهیه که یه عده‌ای اینجور فکر کنن، چون انقلاب فرانسه شکست خورد. میدونید در فرانسه واژه ترمیدور، ترمیدور یه ماه بود، یه بسیار تقویم جدیدی که تو انقلاب فرانسه را انداختن، در ماه ترمیدور در واقع ضد انقلاب زج جاکوبیانا را از بین برد و قدرت رو گرفت، منتها قدرت رو ناقص گرفت، نتونست بازگشت کامل به عقب بکنه، به یه شکلی ولی در واقع انقلاب رو شکست داد. انقلاب رو به خصوص جناح رادیکال جاکوبیانیش رو که داشت انقلاب رو خیلی جلو می برد شکست داد و به یه شکلی سعی کرد سلطنت رو احیا کنه که البته موفق نشد. بعد به بناپارتیزم رسید، درست به ناپلئون رسید، به ناپلئون بناپارت رسید. خب این عناصر رادیکال و رهبری در داخل این جنبش اون موقع فکر میکردن خب این به اصطلاح توطئه جناح راست بود دیگه، جناح راست بورژوایی تو این انقلاب توطئه کرد، انقلاب رو از کف توده ها در آورد و این توده ها ناآگاهن، توده ها فریب میخورن، توده یعنی که شکست خوردن، توده یعنی که فریب خوردن، توده یعنی که نمیفهمن. بنابراین تنها شکلی که میشه از این شکست فراتر رفتن، فراتر رفت دقیقا همین کاره، کاریست که از بالا یه گروه توطئه‌گر انقلابی آگاه رادیکال مخفیانه تدارک کودتا رو ببینن، تدارک تسخیر قدرت رو ببینن. و این گروه البته بعدها طرفداران دیگه هم داشت، ماها عمدتا تحت نام بلانکی اینا رو میشناسیم، چون زمان ما خود ماست در واقع بلانکیستا پیدا شده بودن. بلانکی کسی بود که یعنی حتی از بابوف بعد بورانتی بود بعد مثلا بلانکی، از رهبران این گرایش. و ماکس میبینیم هرچند که میگه اینا جریانی هستن درون جنبش کارگری و ازشون به عنوان جریان درون جنبش کارگری همیشه نام میبره، نقد جانانهی به اینا نوشته. یعنی شما بنیادهای نظری مارکس رو که ببینید یکی از ارکانش دقیقا نقد این گرایشه. حالا جنبندی میکنم بعد آخرش منظورم از اینا چیه. دومیش به نظر من سن سیمون بود که توی ادبیات به اصطلاح چپی بعضی وقتا از سن سیمون هم جزء به اصطلاح سوسیالیست های یوتوپیان نام برده میشه، ولی خود مارکس همچین اعتقادی نداشت. خود مارکس سن سیمون رو جزء یوتوپیان سوسیالیست ها نمیذاشت، سوسیالیست های تخیلی نمیذاشت. سن سیمون یه جور دیگه‌ای به همین شرایط برخورد کرد. سن سیمون میگفت آه انقلاب بی نظمیه، انقلاب فرانسه نشون داد که جز قتل، کشتار، بدبختی، بی نظمی، هرج و مرج، جنگ هیچ فایده ای نداره این کارا، در اینکه اصلا ضد انقلاب بود، نه اینکه آدمی ضد انقلابی بود، اتفاق خیلی عقاید مترقی و پیشرفته ای هم داشت. سن سیمون یکی از اولین کسانی است که اصلا مدرنیزم، مفهوم مدرنیزم رو، اتفاقی یکی از بنیانگذاران تئوریکش سن سیمون، در همه عرصه ها، در عرصه دولت، در عرصه صنعت، در عرصه هنر، در عرصه فلسفه، در خیلی، یعنی کم اهمیت ندید به این آدم سن سیمون. خود مارکس خیلی از عقاید سن سیمون رو در واقع تو نوشتاش برداشته و ازش استفاده کرده. مثلا خیلی از نظریات مارکس سر هنر، همونجوری که میگن مثلا مارکس میگن سر مثلا اقتصاد سیاسی رو از انگلیسی ها یاد گرفته، فلسفه رو از هگل یاد گرفته، سوسیالیسم از فرانسوی ها یاد گرفته، دقیقا مثلا فرض کنید سر تئوری هنر یا فلسفه هنر به نظر من میشه قشنگ توی بحث اثبات کرد که چقدر مارکس تحت تاثیر سن سیمون بوده. یعنی اینجوری نیست که همچین آدم از این پشت کوه اومده بود، سن سیمون آدم مهم می بود. این آدمی بود که میگه با اتکا به علم، به صنعت، با برنامه ریزی به نفع انسانها، برنامه ریزی انسان دوستانه، میشه در واقع جامعه ای ساخت که جامعه ای باشه عالی، این تناقضات رو نداشته باشه، این مشکلات رو نداشته باشه، حرمت انسانها رعایت بشه، همه به اصطلاح بتونن خلاقیت خودشون رو تکامل بدن و غیر و ذالک.
خلاصه یه واکنشی بود علیه انقلاب و بی‌نظمی، اتکا به علم و صنعت و مدرنیسم و بسا تجدد و برنامه ریزی علمی و حتی توی اون دولتی که پیشنهاد میکرد خیلی هم دقیق رفته بود بررسی کرده بود مثلا وزنه نیروهای مختلف هم روی این دولت جدید، این دولتی که باید این تجدد رو پیاده کنه حتی تعیین کرده، مثلا 50 تا توش باید نمیدونم شاعر باشن، مثلا 200 تا مهندس باشن، 300 تا مثلا اقتصاددون باشن، یه هیئت حاکمه ای حتی تصویر کرده بود که وزن عددی کادرها و عناصر مختلف هم توش به دقت تعیین کرده. مثلا این حرفا رو در جنبش کارگری به اون معنا نمیزد اوائل به صلاح زندگیش، فقط اواخر زندگیش که رو میاره توی جنبش کارگری. اوائل زندگیش بیشتر متوسل میشد به صلاح پولدارا، بانکدارا، این سرمایدارای جدید صنعتی، به صلاح کسانی که به نظر این آدمایی بودن که مثلا سرشون به تنشون میارزید، میفهمیدن چی میگن و میتونستن این جامعه مدرن اون رو بنا بسازن. مثلا متوسل میشد به این نوع آدما که این نوع آدما رو متقاعد کنه به اینکه بیایید و خلاصه این مدل من رو بپذیرید، به نفع همه ما هست، به نفع به صلاح جامعه بشری است که ما وارد همچین نوع شکلی از سازماندهی تولید و دولت و غیره و ذالک بشیم. اواخر عمرش چون واضحه خب بورژوازی که به این حرفا توجهی نمی‌کرد، داشت کار خودش رو می‌کرد، اونم دوران اولیه سرمایه‌داری که می‌دونیم با چه به اصطلاح میزانی از استثمار و با چه وضع فلاکتباری برای طبقات کارگر و توده زحمتکش مواجه بود. بعد که دیدیم بورژوا اصلا کاری به کاری ندارن، به حرفای این گوش نمیکنن، بانکدارا کسی پولی نمیده، نمیدونم صنعتکارا کسی ایده های برنامه ریزی این رو قبول نمیکنه، این تجدد طلبی این رو هیچکی نمیفهمه، تازه اواخر عمرش متوسل شد به طبقه کارگر. طبقه کارگر نه به این معنا که بیاید اعتصاب کنید، بیاید فلان کنید، بیاید شلوغ کنید، مبارزه کنید، بیاید نه، به این معنا که نیروی طبقه کارگر به نفع جامعه اون موقع فرانسه، انگلیس اهمیت و وزن اجتماعیشو نشون داده بود، بنابراین میخواست از این نیرو، همینجور که مثلا شما تو انتخابات ممکنه بخوای بری نیروی طبقه کارگر جلب کنی به خود برای رأی بیشتر بیاری، اونم همینجور میخواست طبقه کارگر جلب کنه به خودش برای اینکه بتونه فشار بیشتری روی بانکدارا و صنعتکارا بذاره. به هر حال گرایشی قوی بود در درون جنبش سوسیالیستی و جنبش کارگری سوسیالیستی، طرفداران سنسیل. بعدم البته انواع و اقسام سوسیالیسم‌های تخیلی رو داریم دیگه، رابرت اوون، شارلز فوریه، اتین کابه، شاید از سه تا بسیار رهبران خیلی معروف اینن، مثلا عمدتاً در فرانسه و انگلستان و بعدم در آمریکای شمالی این خیلی بسیار ریشه گرفت و پایه گرفت. اینها در واقع دقیقاً هم به همین دلیل بهشون گفتن تخیلی که یه ایده‌ای داشتن از جامعه ایدئال، یعنی به جامعه موجود نگاه میکردن، تناقضات رو میدیدن، تضادها رو میدیدن، استثمار رو میدیدن و راجبه این چیزا مقاله ها نوشتن، مثلا کتاب ها منتشر کردن و همه این مسائل رو میفهمیدن و میدیدن و بر اساس این یه مدلی ساخته بودن از اینکه اون جامعه ایدئال که این چیزا توش نباشه چی باید باشه، ما چجوری میتونیم یه جامعه بسازیم که همه به صلاح برابر باشن، همبستگی داشته باشن، آزادی توش باشه، استثمار نباشه، فقر نباشه، بیچارگی نباشه، این مسائل نباشه. و این مدل ایدئال رو هم فکر میکردن بالاخره انسانها ذاتشون به هر حال خوبه و انسانهای فرهیخته، انسانهای خوش ذات بالاخره میفهمن که این حرفایی که اینا میزنن درسته و این انسان‌های خیرخواه خب میتونن بیان دور هم جمع شن با هم شروع کنن در عمل این مدل جامعه آینده رو پیاده کردن و کمون میساختن، مثلا کمون‌های سوسیالیستی. خیلی زیاد هم از اینا ساختن در انگلیس، در فرانسه، در آمریکا به خصوص، چون آمریکا به خاطر شرایط اون موقع که زمین خیلی فراوون بود و شما میز روی هر جا بری و این کار بر خودت اصلا یه دهشده سوسیالیستی را بندازی، خب این خیلی پا گرفت
تو اروپا هم زیاد بود، مثلا تو انگلیس خیلی بودن، به خصوص اوون در این کار خیلی موفق شد، رابرت اوون و طرفدارانش. جامعه های ایدئال می ساختن بر اساس این مدلی که داشتن و اصلا هم موافق مبارزه طبقاتی نبودن. گفتن مبارزه طبقاتی صرفا یه دیوانگیه، یعنی انسان ها به جایی که بیان این ایدئال رو بپذیرن، این به اصطلاح عقیده‌ای که ما داریم میگیم و بپذیرن و این مدل عالی که ما داریم ارائه میکنیم و بپذیرن، نمیفهمن، یه میخوان هنوز خشونت رو با هم بجنگن و از این کارا بکنن، اینا فایده ای نداره. انسان های خیرخواه باید یه مدل خوب رو بپذیرن، بر اساس این مدل بیان به اصطلاح این جامعه رو در عمل ایجاد کنن، بعد بقیه میبینن میگن به به چه چه عجب مدل جالب و عالی، بقیه هم میپیوندن به ما. و اینها مثل سن سیمون، خب بالاخره یک کسی باید مخارج این چیزا رو بده دیگه، و اینها هم مثل سن سیمون نگاهشون بیشتر متوجه به اصطلاح بورژواهای خیرخواه بود. خود اوون از خانواده پولدار بورژوا میامد و متوسل می شدن به بورژواهای خیرخواه که بابا یه پولی به ما بده بریم ما این کمونمون رو بسازیم. و اوون هم مجددا خودش در اواخر عمرش موقعی که دید فایده نداره، یعنی این جایی که می سازن واقعا نه می تونه رقابتی بکنه با جنبش با به اصطلاح وضعیت موجود سرمایه‌داری و نه می تونه در واقع آنچنان سرمایه رو بسیج کنه که واقعا یه جامعه ایدئالی که اینا منتقد بودن بهش حتی در سطح کمون ایجاد کنه. و بورژوازی هم حاضر نیست پول از جیب بده، هرچند انسان های خیر خاطرش زیادن ولی از این پولا به کسی نمیدن برای این مدل ها. بعضی از این مذهبی هاشون میدن ولی بورژوای صنعتگر کله گنده نمیاد سرمایه‌اش رو بده که طرفداران رابرت اوون برن کمون های ایدئال بسازن. بنابراین اوون هم در اواخر عمرش باز تکیه کرد مثل سن سیمون به جنبش کارگری که جنبش کارگری رو بسیج کنه و در واقع از طریق فشار جنبش کارگری روی این انسان‌های ثروتمند و خیرخواه این مدل‌های ایدئالش رو تحقق بده. اینها هم خیلی مثلا کمونای اینا می‌رفتی واقعا کمونای مارکس اصلا می‌گفت این یک فعالیتی بود کاملا ارتجایی. تو کمونه های اینا میرفتی مثلا همه یه جور لباس میپوشیدن، حق هر نوع کتاب خوندن رو نداشتن، بس هایی کتاب های خاص میخوندن که فاسد مبادا بشن، مثلا عقایدشون منحرف بشه، غذا یه جور میخوردن یعنی این مثلا سربازخونه این جامعه ایدئالی که ساخته بودن در واقع یه نوع سربازخونه کمونی بود. و شستشوی مغزی هم کاملا اعتقاد داشتن، یعنی بچه مثلا از 5 سالگی اگه تو این کمون مثلا شروع میکرد الف بار یاد گرفتن، شستشوی مغزی بود که این بچه رو میدادن. این مثلا این سکتای مذهبی الان. حالا من دیگه وارد مثلا آنارشیزم نمیخوام بشم، چون آنارشیزم اصولا دیگه خیلی حتی از اینا هم عقب افتاده تر بود. فراموش نکنید که رهبر این آنارشیستا کسی بود که مثلا میگفت یهودی ها دشمن بشریت هستن و باید پس بفرستیم همشون رو به آسیا، تو اروپا اصلا حق ندارن اینا باشن. یا مثلا سیاهای آمریکایی رو معتقد بود از پایین ترین نژادهای مادون بشری هستن. یا مثلا میگفت زنان تنها کاری که میتونن بکنن اینه که ازدواج کنن، به درد فقط ازدواج میکنن، به درد هیچی. یعنی آنارشیسته که واقعا عقب افتاده بودن. حالا من منظورم اینه که آنارشیست های امروز رو مقایسه کنم با این رهبر اون دورشون ها، دوستانی که حالا اعتقادن به عقاید آنارشیستی بهشون بر نخوره، منظور من این نیست. ولی میخوام بگم من زیاد حالا وارد جریان آنارشیست اون دوره نمیخوام بشم. این جریاناتی که حداقل هممون میدونیم و امروزه هم به شکلی این تیپ عقاید هستن. حالا شما به مارکس که نگاه کنید، مارکس اساسا از یه سنت دیگه میاد. مارکس کاملا اصلا طرز برخوردش به جنبش سوسیالیستی، نه ایدی جان آنارشیز منظورم بلانکیز نیست، بلانکی که گفتم اونایی بودن که فکر میکردن کودتا از بالا میتونن قدرت رو بگیرن. اون موقع به اصطلاح باکونین که توی بین الملل بود و قبل از باکونین تئوریسین اصلیشون در واقع پرودون بود دیگه. نقد فلسفه که مارکس نوشته نقد پرودونه. پرودونیستا ایاتون باشه حتی توی مثلا کمون پاریس 1871 اکثریت در واقع دست
طرفداران پرودون بود، طرفداران مارکس شاید مثلا یک چهارم تعداد اون نمایندگانی رو داشتن که کمون پاریس رو تشکیل دادن. بقیه عمدتا دست یه اقلیت کوچیکی هم بلانکیستا بودن، بقیه تقریبا مثلا یه چیزی حدود دو سوم دست پرودونیستا بود، دست طرفداران پرودون بود. ما مارکس کاملا از یه جای دیگه ای میاد و برخورد میکنه به مسئله سوسیالیسم. اولا مارکس فراموش نکنیم از جنبش دموکراتیش میاد و سوسیالیسم میشه. مارکس در واقع دوران جوانیش یک دموکرات انقلابی بود، یعنی از این انسانهایی که دموکراسی اون موقع بورژوایی به اصطلاح رایج در اروپا رو جذب کرده بود و خیلی رادیکال مطرح میکرد، یعنی جز اون موقع به اینا میگفتن دموکرات های انقلابی، اعتقاد به آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی مالکیت داشت اون موقع. مارکس شما نوشتای اولیش نگاه کنید، یه جاییش هست، یه قطعه هست خیلی جالبه که اونجا میگه اصلا این آزادی ها به هم پیوسته است، شما نمیتونید از هم جدا کنید، شما نمیتونید بگی آزادی بیان به یک کسی میدن بعد آزادی تشکل رو ولی ندید، یعنی این حقوق دموکراتیک به هم پیوسته است، همه رو با هم باید گرفت، یکی یکی نمیشه و این مجموعه لازمه تا جامعه دموکراتیک بشه. اون از این زاویه شروع میکرد و این مجموعه به هم پیوسته تو شرط حق مالکیت رو هم به رسمیت میشناخت مارکس و گفته قشنگ مقالش هست موقعی که در نیوروی میشه زایتون مقصد مقاله میشه بعد سردبیر رو اونجا شد قبل از اینکه کمونیست بشه. بنابراین مارکس اساسا نگاه کنیدم به نوشته هاش در واقع به خاطر اینکه به این نتیجه میرسه که جامعه سرمایه‌داری قادر نیست این دموکراسی انقلابی، این دموکراسی کامل و به هم پیوسته ای رو که مارکس بهش اعتقاد داشت میتونه تحقق بده، به تدریج شروع میکنه نقد دموکراسی بورژوایی. تو این دوره است که به سوسیالیسم میرسه مارکس، یعنی مارکس از دیدگاه دموکراسی انقلابی به سوسیالیسم انقلابی میرسه و اساسا نخبه گرا و یه عده از اون بالا بیان قدرت رو بگیرن و یه عده نمیدونن به مردم درس بدن و یه عده مردم توده ها نمیفهمن و فقط یه عده مثلا دانشمندا میفهمن، اصلا کاملا با این سنت غریبه بود مارکس و دقیقا بر اساس همین سنت هم نقد جانانه ای از این گرایش های قبل از خودش میکنه. شاید بشه گفت مارکس اولین متفکر سوسیالیستی در دنیا که از مبارزه برای دموکراسی به سوسیالیسم میرسه و اتفاقا این جمله معروف مارکس که میگه دموکراسی واقعی فقط دیگه در جامعه مدرن از آن طبقه کارگر، چون دموکراسی فقط موقعی میتونه تحقق پیدا کنه که از حد صرفا دموکراسی سوری و روبنایی و سیاسی فراتر بره به حوزه تعیین سرنوشت در حیات اقتصادی جامعه هم گسترش پیدا کنه. بنابراین تا خلع ید از بورژوازی نشه، تا خلع ید از مالکیت خصوصی نشه، دموکراسی در صحنه تولید اجتماعی نمیتونه وارد بشه. به همین خاطر هم این دموکراسیش دموکراسی ناقص و سوریه و حتی دیگه به بورژوا دموکراسی نمیگفت دموکراسی. شما نوشته های آخری مارکس رو که نگاه کنید به بورژوا دموکراسی که مثلا از سال 1850 بگیم 4-5 به این طرف حداقل من جایی ندیدم دیگه بگه دموکراسی، اصلا به بورژوازی میگه لیبرالیسم، به دموکراسی بورژوایی میگه لیبرالیسم. یه جایی که از دموکراسی صحبت میکنه عمدتاً منظورش جنبش کارگری و جنبش سوسیالیست و معتقده که فقط از طریق مبارزه برای سوسیالیسمه که به دموکراسی واقعی خواهیم رسید، یعنی به حق تعیین سرنوشت مردم. و توی خود مانیفست کمونیست تسخیر قدرت توسط پرولتاریا رو اسمشو میذاره پیروزی در نبرد برای دموکراسی، میگه پرولتاریا در یه مرحله از مبارزاتش به این نتیجه میشه بعد قدرت رو بگیره و اسم اینو میذاره و در نبرد برای دموکراسی پیروز بشه، یعنی سرنگونی سرمایه‌داری
تشکیل اون چیزی که مارکس اسمشو گذاشت دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا رو مارکس اسمشو میذاره پیروزی در نبرد برای دموکراسی. یعنی سنت مارکس کاملا با این سنت خبرگان و از بالا فرق داره. و حتی میبینیم مثلا موقعی که کمونیسم میشه و میپیونده به اتحادیه کمونیست ها، اون موقع اتحادیه کمونیست ها قبل از مارکس وجود داشت، مارکس اینو نساخت، مارکس رفت عضوش شد. مارکس که میره عضوش بشه شرط میذاره و یکی از پیش شرطاش این بوده که اتفاقا دو سه تا بند اساسنامه اتحادیه کمونیست ها باید عوض شه. یکی این که توی این اتحادیه کمونیست ها خیلی مثلا اصول عقیدتی بود، مثلا اعتقاد به این، اعتقاد به اون، اعتقاد به فلان، اعتقاد به بهمان، از این حرفا زیاد بود توی مرامنامه اتحادیه کمونیست ها. میگه مقررات ورود به اتحادیه کمونیست ها بعد از هر گونه اصول و عقایدی که به خرافات و اقتدارگرایی کمک کند باید زدوده بشه و تا شما اینا رو بر ندارین من نمیام عضو بشم. باید رهبری این اتحادیه منتخب باشه، نه اینکه فلانی چون دانشمند پیشواست نمیدونم یه مرید داره اینجا رهبر. به جای گروه توطئه‌گر میگه ما باید گروه باز علنی تبلیغی ترویجی باشیم. حتی یه جا یه جمله خیلی جالبیه، عوض میگیم دقیقا به صدا تبصره هاییست که مارکس اضافه میکنه به مرامنامه و تصویب میشه توی بسا نشست اتحادیه کمونیستا، که ما به هیچ وجه نمیخواهیم که آزادی را با برابری جایگزین کنیم. یعنی اینطوری نیست که آزادی و برابری دو تا چیز متفاوتن که حالا چون ما برابری میخواهیم دیگه آزادی رو وللش، اونا مال بورژوازیه، اینا حرفای بورژوازیه. نه، اصلا دقیقا تاکید میکنه، میگه ما به هیچ وجه نمیخواهیم آزادی را با برابری جایگزین کنیم. ما اینجا منظور اتحادیه کمونیست هاست و این تصویب میشه و این تصویب میشه فقط در یک جامعه متکی بر مالکیت اجتماعی است که آزادی های واقعی فردی تأمین خواهد شد. آزادی های واقعی فردی تأمین خواهد شد. بنابراین میبینیم که مارکس اصلا کاملا با سنتش با اون سنت قبلی فرق داره و بعد از 1850 که این اتحادیه کمونیست انشعاباتی صورت میگیره، مارکس نوشتجات زیادی داره که به این کمونیست های عقب افتاده اسمشون رو میذاره کمونیست های عقب افتاده، بکورد کامیونیست. به این کمونیست های عقب افتاده کلی حمله میکنه که اهمیت دموکراسی رو در مبارزه برای سوسیالیسم نمیفهمن. مقالات متعددی هست در این مثلا. بنابراین مارکسیز در نبرد علیه این استبداد آموزشگران شکل میگیره، در نبرد علیه این دیکتاتورهای ناجی شکل میگیره، در نبرد علیه این نخبگان انقلابی شکل میگیره، در نبرد علیه این کمونیستای کودتا شکل میگیره و اساسا مسخره میکنه این انسان دوستای خیرخواه رو. یه جو شاید رفقا تعجب کنن به اینا، میگه اینا تنها دلیلی که به طبقه کارگر علاقه دارن اینه که فکر میکنن چون طبقه کارگر خیلی به ظلم میشه، خیلی انسانهای ستمدیدهی هستن، پس خب اینا بهترین و شریفترین انسانها هستن. این همین جمله شه مسخره میکنه اینا رو، میگه نه خیلی اصلا ربطی به این چیزا نداره. جامعه سرمایه‌داری با رشد خودش طبقه ای رو ایجاد کرده که اگر این طبقه بر منطق منافع خودش مبارزه کنه بل اجبار مجبور فراتر بره از جامعه سرمایه. علمی بودن به اصطلاح برخورد مارکسیستی دقیقا در اینجاست، از ایدئولوژی حرکت نمی کنه، از آرمان و ایدئال حرکت نمی کنه. سوسیالیسم مارکس یه بسیار جامعه ایدئال مطلوب نبود، اصلا خود مارکس چیزی نمی‌نویسه راجع به اینکه این جامعه سوسیالیستی بعدی چی خواهد بود. دو خط سه خط اینجا اونجا گفته، اونم اینکه چی نخواهد بود نه اینکه چی خواهد بود. گفته چون نفی جامعه سرمایه‌داری است بنابراین این چیزا توش نخواهد بود، و اینکه چی خواهد بود میگه من چه می‌دونم طبقه کارگر تولید کنندگان چی خواهند کرد، بستگی به اونا خواهد داشت. و اینجاست که به نظر من میشه
مؤلفه های کلی حالا دیدگاه مارکسیستی رو روشن کرد که ببینیم آیا با این مؤلفه ها موافقیم یا نه. بر اساس همین نقد مارکس از سوسیالیسم واقعا موجود در گیومه، مثلا این واژه‌ای که یه عده در رابطه با شوروی و اروپای شرقی به کار می‌بردن، یک می‌بینیم سوسیالیسم از پایین، سوسیالیسم از بالا نیست، سوسیالیسم مارکسیستی سوسیالیسم نخبگان نیست، سوسیالیسم پیشگام انقلابی نیست، سوسیالیسمی است کاملا از پایین، یعنی از پراتیک انتقادی انقلابی توده های زحمتکش، کارگران و کسانی که در تولید، در واقع تولید اجتماعی شرکت می کنند، بر اساس پراتیک این هاست که ما به سوسیالیسم می رسیم. سوسیالیسم برای مارکس یه نوع مهندسی اجتماعی نیست که بنده دانشمند میشینم یه نقشه ایدالم دارم، حالا یه عده توده رم برای یه نیروی هم باید پشت خودم بسیج کنم که بتونم این نقشه رو به اجرا بگذارم. کاملا 180 درجه ضد این دیدگاه است. میگه از پراتیک انتقادی انقلابی انسانهای واقعی جامعه بعدی سوسیالیستی ساخته خواهد شد. سوسیالیسم از پایین به دیکتاتوری انسانهای خیرخواه کوچکترین اعتقادی نداره، چه مثل دیکتاتوری انسانهای خبیث. به انسانی یک دست و ایدئولوژیک اعتقاد نداره، این رو رد میکنه. میگه تنها شکلی که آزادی فردی ما میتونیم تأمین بکنیم این که دقیقا انسانها در پراتیکشون تعیین سرنوشت خودشون رو در تمام حوزه ها در دست خودشون بگیرن، من جمله حوزه اقتصادی. نه اینکه فقط هر 4 سال یه بار برن یه رای بندازن تو صندوقا یه دزد دیگه بیاد جیباشونه بچاپه، ببرن این تعیین سرنوشت رو در حوزه اقتصادی و همه ابعاد جامعه مدنی رو در بر میگیره سوسیالیسم مارکسیستی. سوسیالیسم مارکسیستی به اصطلاح حامل تاریخیش مبارزات طبقه کارگره، ولی تصویری که از جامعه سوسیالیستی ارائه میده القای طبقاته. دیکتاتوری پرولتاریا ابزاری است برای القای طبقات، برای رسیدن همه انسانها به این جامعه سوسیالیستی. در انتقال مارکس همه انسانهای این جامعه رو در بر میگیره، نه فقط طبقه کارگر. طبقه کارگر رسالت تاریخی سرنگونی سرمایه‌داری رو به عهده داره، چون تو منطق مبارزاتیش به این نتیجه خواهد رسید. مؤلف دومین سوسیالیسم مارکسیستی بر اساس دقیقا همین نقدش از این قبلی ها، همونشون که گفتم علمیست. علمیست یعنی رشنال، معقوله، ایدئولوژیک نیست، آرمانگرا نیست، از نا و کجا آباد آغاز نمی کنه. یه قالبی نداره برای نجات بشریت، یه قالبی نداره برای اینکه بر جامعه سوار کنه بگه جامعه باید این قالب بشه. میگه من به چشم خودم دارم میبینم مبارزات کارگران به خاطر منطق این مبارزه نقدن داره به نتایج سوسیالیستی میرسه. یعنی سوسیالیسم چیزیست که از دل جنبش طبقه کارگر بیرون میاد، نه از کله من به عنوان مارکس. علمیست و میگه پرولتاریا در نبردهای پی در پی طبقاتی خودش رو تغییر میده. یعنی این پرولتاریایی که امروز شما میبینید و به قول مثلا بابوف اصلا سواد خوندن و نوشتن نداره که حالا بفهمه که مثلا جامعه رو چیکار بکنه، یا به قول اوون اصلا نمیفهمه چرا این جامعه ایدئالی که من براش ارائه میدم به نفعشه، مارکس میگه نه، پرولتاریا در نبردهای پی در پی طبقاتیش به این آگاهی خواهد رسید و خودش رو، این واژه رو به کار میبره، شایسته سلطه سیاسی خواهد کرد. یعنی اگر در این نبرد طبقاتی با سرمایه‌داری درگیر نشه، خودش رو شایسته سلطه سیاسی نخواهد کرد. رهایی پرولتاریا فقط به دست خود پرولتاریا ممکن است، جمله معروف مارکس. و دقیقا نشون میده مارکس که چجوری با حرکت از واقعیات موجود، واقعیات موجود هم نه با عینک ایدئولوژیک دیدن،
یعنی واقعیت تلخ موجود رو باید بشناسی و درک کنی و بفهمی درونش چه گرایش های موجودن و بر اساس این گرایش ها کجا داره میره این واقعیت، و اون گرایشی که داره این رو فراتر از این تناقضات میبره با مداخله آگاهانه تقویت کنی. اینه روش علمی مارکسیستی. بر اساس تحقق چه مطالباتی توی همین زندگی امروز طبقاتی ما میتونیم در نبردهای پی در پی طبقه کارگر و شایسته سلطه طبقاتی بکنیم؟ علمی بودنش در اینه، بر اساس وضعیت موجود این تحول رو باید صورت بده و شناخت این وضعیت موجود به اصطلاح در مرکز توجه قرار میگیره. سومیش هم که گفتم سوسیالیسم دموکراتیک، سوسیالیسم دیکتاتوری خشن آدم کشی و به زور سرنیزه و اسلحه انسانها رو سوسیالیست کردن نیست. سوسیالیسم نیست که به تشکیلات مستقل کارگری اعتقاد داره. مارکس از اولین کسان، از اولین سوسیالیست هاست که از تشکلهای مستقل کارگری دفاع میکنه، از اتحادیه ها دفاع میکنه. میگه هرچند اینها صرفا برای بهبود شرایط در وضعیت موجود مبارزه میکنن، ولی اینها تنها سازمانهای طبقاتی طبقه کارگر هستند و این تشکلهای مستقل کارگری هستند که میتونن توده وسیع طبقه کارگر رو از این درجه آگاهی بر اساس مطالبات موجود به اون درجه از آگاهی برسونن. اعتقاد به مداخله آگاهانه در این جنبش طبقاتی ولی داره، اینجا براش پیشگام به معنی رهبر یا قدرت یا استبداد یا نخبه ها یا به اصطلاح این مفاهیمی که رایج شده نیست، بلکه شناخت واقعیت موجود، شناخت مطالبات موجود، شناخت به اصطلاح گرایش های موجود در مبارزه طبقاتی بر اساس تحلیل علمی و شناخت علمی و تعیین این که چجوری با مداخله آگاهانه در این وضعیت موجود، اینجاست نقش پیشگام، نقش انسان سوسیالیست در این جنبش کارگری. مداخله در جنبش موجود، نه یه فرقه جداگانه از جنبش موجود ساختن و درس دادن به جنبش کارگری، آموزش دادن به جنبش کارگری، شرکت و مداخله درون این جنبش کارگری. جنبشی کمونیست ها جدا از جنبش طبقه کارگر ایجاد نمی کنن. در اون جنبش همون جور که هست مداخله می کنن. و اعتقاد به حق گرایش داره، اعتقاد به انتقال دموکراتیک به سوسیالیسم داره. در درون بین الملل اول، در درون اتحادیه کمونیست ها رسما توی به اصطلاح اساسنامه این حق گرایش به رسمیت شناخته شده که همه الزاما هم نظر با آقای مارکس نیستن. میدونیم در بین الملل اول طرفداران پرودون بودن، طرفداران باکونین بودن، طرفداران حال تازه اینا که آنارشیستا بودن، طرفداران سوسیالیستی بودن که 100% مخالف مارکس بودن و حق همه اینا به رسمیت شناخته میشد. معتقد بود همه انسان‌ها در دوران انتقال باید مداخله کنند در سرنوشت انتقال به سوسیالیسم، نه صرفاً طبقه کارگر. طبقه کارگر صرفاً برای اینکه بتونه تضمین کنه این انتقال رو باید خلعیت بکنه از بورژوازی. درش این دولت دیگه درش بورژوازی قدرت نداره، دیکتاتوری انقلابی پرولتاریاست، نه به این معنی که شکل انتقال دیکتاتوری. و سوسیالیسمی بود انقلابی به یه معنایی، یعنی اتکا میکرد به حرکت توده ها، نه به قوانین و نهادهای موجود دولت بورژوا. انقلابی بودنش در به حرکت در آوردن توده ها بود، نه در خشونت، نه در آدم کشی. با حرکت توده هاست که انقلاب صورت میگیره. انقلاب چیزی جز آمدن توده های میلیونی تو صحنه مبارزه سیاسی نیست و فراتر رفتن از نهادهای قانونی موجود و در هم شکستن ماشین دولتی رو تبلیغ میکرد مارکس. درسی که از کمون پاریس گرفتیم بود، قبلش مارکس اصلا سر این قضیه روشن نبود، بعد از کمون پاریس به این نتیجه رسید
که توده ها موقعی که بلند میشن به این آگاهی میرسن که باید فراتر برن از سرمایه‌داری، نمیتونن از دستگاه دولتی موجود استفاده کنن. یعنی شما نمیتونید سبب بیایی رای بگیریم دیگه حالا ما بریم این دولت رو بچرخونیم. اصلا شکل دیگه ای از دولت لازمه و دستگاه دولتی بورژوایی باید در هم شکسته بشه. رابطه به اصطلاح قوای مقننه و مجریه باید تغییر پیدا بکنه در دولت نوع جدید. این که یه عده باز بوروکرات و منیجر و مدیر و خبره و دانشمند و استاد بخوام بیان بالا به اسم طبقه کارگر حکومت کنن، مدل مارکسیستی نبود، مدل مارکس نبود. باید این ماشین دولتی در هم شکسته بشه. و اون موقع حالا واژه شورا وجود نداشت، هرچند کمون پاریس رو دیده بود، میگفت انجمنهای توده های تولید کنندگان مستقیم، انجمنهای آزاد، اسوسییشن، فری اسوسییشن. یعنی قدرت اصلا شکل دیکتاتوری پرولتاریا مارکس قدرت پخش شده بود، قدرت متمرکز و سانترالیزه نبود، قدرت پخش شده بود، انجمنهای آزاد تولید کنندگان مستقل. این همین چیزی که حالا بعد ما تو تجربه انقلابات بعدی دیدیم، شوراهای مدلی هستن برای این کار. و اعتقاد داشت به تدارک برای تسخیر قدرت، یعنی این نیروی آگاه کارش در واقع از نظر مارکس این بود که در جنبش کارگری مداخله میکنه و تدارک میبینه برای شرایط انقلابی، توده ها رو آماده میکنه به تدریج برای این دوران انقلابی، ولی با توده ها جلو میره، منافع کل طبقه رو در نظر میگیره و منافع به حساب بین المللی طبقه رو در نظر میگیره. چون مارکس معتقد بود سرمایه‌داری مدرن شرایطی رو ایجاد کرده که این که شما فکر کنید در چارچوب یک کشور واحد میتونید سرمایه‌داری رو سرنگون کنید، یه توهمی بیش نیست. قدرت سیاسی رو میشه کسب کرد در چارچوب یک کشور واحد، ولی این که فکر کنید از بورژوازی خلعیت کردید، نه نکردید، چون بورژوازی بین‌المللی است. چون به قدری تقسیم کار و مراوده اجتماعی، اون موقع اسمش بود مراوده به اصطلاح اجتماعی، بین کشورهای مدرن سرمایه‌داری زیاد شده که مارکس معتقد بود اگر کمونیسم نتونه در سطح اون موقع کشورها، تمام کشورهای مثلا پیشرفته سرمایه‌داری اروپا یا آمریکای شمالی تحقق پیدا کنه، چیزی نخواهد بود اسمش اینجوری میزه جز بازگشت به همان کثافات کهن. این جمله مارکس، بازگشت به کثافات کهن، منظورش چی بود؟ یعنی فقر رو توضیح کردن. به جایی که ما برسیم به جامعه سوسیالیستی، در واقع فقر رو برابر کنیم، پولدارا رو همه رو بریزیم توی چه میدونم هر جایی، بقیه همه با هم همه فقیر باشیم، اینجوری دیگه کسی حسرت پول نخوره. میگفت جز این چیزی ما نخواهیم ساخت. اگر نتونیم سرمایه‌داری رو، جنبش علیه سرمایه‌داری در مقیاس بین المللی تحقق بدیم، حداقل جنبندی مختصری از نکاتی از نظر من مهمن رو گفتم. از مؤلفه های عمده دیدگاه سوسیالیستی که به اعتقاد من ما باید ازش دفاع بکنیم و بسازیم و روش بنا بسازیم، خاطر که برسیم به یه سوسیالیسم جدید و مدرن و منطبق با شرایط امروزه، حداقل باید این مؤلفه ها رو داشته باشیم. سوسیالیسم نخبگان نمیخوایم، سوسیالیسم از پایین، رهایی طبقه کارگر به دست خود طبقه کارگر، سوسیالیسم مستبدین رو نمیخوایم، سوسیالیسم دموکراتیک، سوسیالیسمی که همه انسانها رو آزاد میکنه، سوسیالیسم ایدئولوژیک و نمیدونم به اصطلاح انسان دوستانه نمیخوایم، سوسیالیسمی علمی متکی بر شناخت واقعیان، سوسیالیسم محافظه‌کار و نمیدونم قانونی و این چیزا نمیخوایم، سوسیالیسمی رادیکال. چون اگر توده ها باید خودشون رو رها کنن، حرکت توده ها یعنی انقلاب.
توده ها موقع که به حرکت در بیان فقط میتونه اگر این تحقق پیدا کنه، جز انقلاب راهی برای این نداریم. حالا البته هست جایی که گفته در بعض جوامع مدرن اروپایی، مثلا چه میدونم انگلستان، فرانسه، شاید طبقه کارگر از طریق انتخابات هم بتونه به قدرت برسه، ولی خب حالا اون یه بحث جداگانه است. این رد نمیکنه این پدیده عمومی رو که توده ها در میلیون هاشون باید به حرکت در بیان تا این امر تحقق پیدا کنه. اینا به نظر من مؤلفه های کلی است که بعد روی اینا بنا کنیم اون طرح جدیدی از سوسیالیسم اگر میخوایم ارائه بدیم، و اون برداشتی که بر اساس اشتراک سرش میتونیم با هم متحد بشیم. من داشتم توضیح میدادم که سوسیالیسم مارکس خیلی تفاوت داشت با سنو سوسیالیسم قبل از مارکس، سوسیالیسم به اصطلاح بابوفی، بلانکیستی، سوسیالیسم سن سیمونی و سوسیالیسم به اصطلاح تخیلی. و یه بچه مشترک هر سه تا اینا این بود که نوعی سوسیالیسم از بالا بودن، سوسیالیسمی که در واقع به یه شکلی جایگزین طبقه کارگر یا پیشگامان و آموزشگران انقلابی رو می‌کردن، یا استادان و مهندسان و روشنفکران رو می‌کردن، یا مثلا ایدئولوگ‌های به شکلی مثلا یوتوپیای سوسیالیستی رو، کسانی که ایدئال جامعه آینده سوسیالیستی رو در کلشون دارن، و کاملا غیر دموکراتیک و ضد کارگری بود به نظر من همه این انواع سوسیالیسم. بحث من این بود که مارکس اتفاقا به سوسیالیسم از یه زاویه دموکراتیک رسید، چون خود مارکس دور جوونیش قبل از این که بگه من کمونیست شدم و سوسیالیست شدم، در واقع خودش رو دموکرات انقلابی میدونست، دموکرات خیلی رادیکال. اون از دیدگاه گسترش دموکراسی و مبارزه برای دموکراسی به این حوزه سوسیالیستی رسید، و به همین خاطر هم سوسیالیسمش خیلی سوسیالیسم متفاوتی است با سوسیالیسم‌های دیگه. سوسیالیسمی از پایین، سوسیالیسمی معتقد به مثلا گسترش دموکراسی بورژوایی توسط جنبش کارگری و انقلاب کارگری، و در واقع تو مانیفست کمونیست هم گفت تسخیر قدرت توسط پرولتاریا یعنی پیروزی در نبرد برای دموکراسی. به نظر من تأکید این مسئله مهمه، چون متاسفانه خیلی از دوستان ما به اشتباه به نظر من به خاطر نقدی که ما به دموکراسی بورژوایی میکنیم که دموکراسی بورژوایی سوریست، قلابیست، محدود، غیر و ذالک، میفتن اون ور خط به این معنا که تو گویی مثلا سوسیالیسم اصلا دیگه احتیاجی نداره ما صحبت از دموکراسی کنیم، بگیم سوسیالیسم کافیه. نه، اتفاقا نتیجه منطقی مبارزه برای گسترش دموکراسی مساوی است با سوسیالیسم. از دیدگاه مارکسیستی مبارزه برای دموکراسی مساوی بود با سوسیالیسم. از دیدگاه مارکسیستی اصلا دموکراسی بورژوایی رو اسمش دموکراسی دیگه نمیشه گذاشت. خود مارکس بهش میگفت لیبرالیسم، دیگه نمیگفت دموکراسی. از سالهای اواسط دهه 1850 به این طرف اصلا من ندیدم جای مارکس به بورژوازی بگه بورژوا دموکرات یا بگه دموکراسی بورژوایی، میگه لیبرالیسم. دموکراسی رو فقط در رابطه با جنبش کارگری به کار میبره. بحث من این بود، منظور من این بود، امیدوارم سوء تفاهم نشده باشه. منظورم این بود که تradیسیون مارکسیستی تradیسیون خیلی دموکراتیکه در سوسیالیسم و کاملا با تradیسیونهای قبل از خودش فرق داره. معتقد به رهایی پرولتاریا به دست خود پرولتاریا، معتقد به اینکه دموکراسی تا در حوزه اقتصادی گسترش پیدا نکنه دموکراسی واقعی نیست. حتی اگر دموکراسی به معنی اینکه مردم سرنوشت خودشون رو در دست خودشون بگیرن، میگه سرنوشت مردم موقعی مردم میتونن در دست خودشون بگیرن که به سوسیالیسم برسن. و مبارزه برای سوسیالیسم از نظر مارکس همون مبارزه برای دموکراسی است، و من خواستم این دید رو هم به اصطلاح بازگو بکنم هم تایید بکنم. در رابطه با صنعتی شدن ایران، بله میفهمم منظور شما. ببین اتفاقا اون دوره انقلاب سفید
این یکی از بحث‌های داغ بود درون چپ دیگه، دوستانی که مثلا همسن و سالوار هستن شاید یادشون باشه دیگه. یکی از مباحث عمده، اتفاق به نظر من یکی از دلایل اشتباهات عمده چپ ایران همین عدم درک درستش از انقلاب سفید بود. اون چیزی که تحت نام انقلاب سفید فرمای شاه و غیر و ذالک و واکنش همین سلسله مراتب شیعه اون زمان معروف به 15 خرداد و غیر و ذالک، این اون موقع بحث داغی بود درون چپ ایران و اتفاقا خیلی به صلاح بحثای جالبی بود اون موقع. مثلا چندین رو نظر بود دیگه، یه نظری حالا یه طیفی بود که اصلا میگفتن نه اینا قلابی، کدوم صنعتی، کدوم به صلاح صنایعی، کدوم اینا همش قلابی، اگر شاه میتونست مثلا صنایع در ایران ایجاد کنه که ما اصلا دیگه باش اشکالی نداشتیم. یعنی یه دیدگاه این بود، اینا همش مونتاژ، اینا همش الست، اینا همش بلست. در صورتی که خب نمیفهمن بالاخره صنعت مونتاژ هم کارگر داره دیگه. حالا اینکه مونتاژ یا غیر مونتاژ خیلی فرق داره با اینکه ماشین رو شما از مثلا انگلستان بخری یا همونجا هزاران کارگر رو استخدام کنی که اونجا مونتاژ رو سرهمش بکنن. یعنی هر حد همین جنبه کار رو اصلا بها بهش نمیدادن. حالا نظرات دیگه هم بود ولی حالا اونا به اونا کاری ندارن. ولی همون موقع بحثی است و امروز هم این بحث هنوز به قوت خودش باقیه که به طور کلی در دوران بعد از جنگ جهانی دوم به اعتقاد من در سرمایه‌داری جهانی تغییر کیفی رخ میده. اونم اینه که ریشه‌اش هم تو خود جنگه. مثلا استفاده عظیمی که باید از تکنولوژی در خود جنگ بشه، یه جهشی به رشد تکنولوژیک در دوران بعد از جنگ میده، به صورتی که میشه گفت از مثلا سالهای اواخر دهه شاید 1950 منظورمه، از مثلا اون دهه شما شروع کنین توی سرمایه‌داری جهانی نگاه کنین، میبینید منبع اصلی سود اضافی، یعنی سودی اضافه بر نرخ متوسط سود، اون پدیده‌ای که باعث میشه سرمایه از یه حوزه منتقل بشه به یه حوزه دیگه، میبینیم سرمایه سعی میکنه سودش رو ماکسیمایز کنه دیگه، از اون حوزه‌ای وارد میشه که حتی اضافه بر سود متوسط بتونه سود ببره. تو دور قبلش این بود رفتن که تولید مواد خام تو کشورهای عقب افتاده برای بازارهای خودش، نفت، مواد خام به اصطلاح نفت مثلا یه نمونش. ولی تو دوره دهه 50 به این طرف منبع اساسی سود افزونه، سود اضافه بر نرخ متوسط سود، میشه تولید تکنولوژیک، تولید وسایل تولید. و مثلا واژه‌ای که پولیتیکال اکانومیست های اون دوره مارکسیستی به کار می بردن، مثلا کتاب معروف مندل سر سرمایه‌داری پسین، این بود انقلاب تکنولوژیک مداوم. ما وارد یه فازی از سرمایه‌داری شدیم که انقلاب تکنولوژیک مداوم در واقع یکی از اصلی ترین منابع کسب سود افزون است برای سرمایه‌داری، در چه انحصارات عمده سرمایه‌داری سرمایه‌ها رو بردن اون تو. و اشباع تولید تو این دوره دیگه مثل دوره سابق نیست. در این دوره اشباع تولید، بحران اشباع تولید، بحران به اصطلاح اوور پروداکشن در سرمایه‌داری، بحران‌های دوره سرمایه‌داری به صورت وسایل تولید اضافه تولید شده خودش رو ظاهر می‌کنه. هر روز تکنولوژی تغییر می‌کنه، تکنولوژی که سیکل قبل تولید شده بود در واقع بی استفاده میشه و اضافه میاد و اون سرمایه‌داری میتونه به اصطلاح در رقابت پیروز بشه که بره رو تکنولوژی جدیدتر و جدیدتر و جدیدتر و جدیدتر. این پدیده، این انگیزه رو ایجاد میکنه در نظام جهانی سرمایه‌داری که کشورهای عقب افتاده رو سرمایه‌دارانه تر بکنه، به این معنا که طبقه جدیدی تو این کشورها ایجاد شه که بتونن اینا وسایل تولید بخرن. انقلاب سفید شاه رو در واقع تو این چارچوب باید توضیح داد. نیاز سرمایه‌داری جهانی به صدور وسایل تولید، یعنی ماشینالات، وسایلی که در تولید وسایل مصرفی استفاده بشه نه خود کالاهای مصرفی. بنابراین برای سرمایه‌داری دیگه مسئله نبود، مثلا کالاهای مصرفی میتونه تو کشورهای حاشیه‌ای تولید بشه، درسته که دور قبل خودش جلوی نمیگیره.
میتونه اونجاها تولید بشه و اینها وسایل تولید دست دوم خودشون رو مثلا بفروشن به اینجاها. و میبینیم یه رشد صنعتی برزیل، شیلی، آرژانتین، ایران، اندونزی، فیلیپین، یعنی تمام این کشورهایی که به هر حال یه زمینه و مقدمه هم بر این کار داشتن در این دوره صورت میگیره. بانک اعتبارات صنعتی بسازیم، بانک توسعه صنعتی ایجاد بکنیم، همه بساز زیر نظر به اصطلاح نهادها و مؤسسات بین المللی که از بالا شرایط رو برای رشد سرمایه‌داری ایجاد کنیم. ولی این نوع صنعت، صنعتی شدن به معنی دقیق کلمه نیست. یعنی ایران وسایل تولید نمیتونه تولید کنه، موتور اون ماشینی رو که اونجا میسازه نمیتونه تولید کنه. منظورم اینه که ایران از نظر تکنولوژیک به قدری عقب افتاده است که قادر به تولید وسایل تولید نیست. تکنولوژیش رو نداره که وسایل تولید تولید کنه، مجبور وسایل تولید رو از خارج بگیره. و این نوع سرمایه‌داری اشکال ساختاری داره، چون سرمایه‌داری ما میدونیم اگر مبادله بین بخش یک و بخش دو نباشه، یعنی بین بخش تولید وسایل مصرفی و بخش تولید وسایل تولیدی مبادله نباشه، به صورت باز تولید گسترده این سرمایه‌داری نمیتونه جلو بره، خیلی سریع بوروکراتیزه میشه و به اشباع تولید میرسه. چون استفاده از تکنولوژی از خارج بخری، کارخونه رو هم بسازی، در این تردیدی نیست، منظور من این نیست، ولی این نوع سرمایه‌داری یه نوع بحران ساختاری داره. چرا؟ چون تکنولوژی مقیاس تولید رو میطلبه. یعنی شما اگر بخوای فرضاً واسه مثلا میخواین شما موتور یخچال بسازید، درست؟ ماشینالاتی که اون موتور داخلی یخچال رو میسازن اگر نتونه در سال مثلا 2 میلیون تولید کنه، استفاده از اون تکنولوژی اصلا معنی نداره، چون تکنولوژیش به قدری گرونه فقط موقعی به درد میخوره که تو بتونی باش 2 میلیون هم یخچال تولید کنی، ولی چه بری اون تکنولوژی رو استفاده کنی. و اون تکنولوژی که 2 میلیون یخچال تولید میکنه توی کشور عقب افتاده که بازار مصرفش رو نداره و در صحنه بازار بین المللی نمیتونه رقابت بکنه، واضحه که فایده ای نداره. خیلی سریع این تولید به بحران اشباع انباش میشه. به نظر من اصلا دلیل دقیق ریشه های اقتصادی بحرانی که منجر به انقلاب 57 شد همین بود، یعنی بحران ساختاری سرمایه‌داری ایران. معنی عملیش چیه؟ معنی عملیش اینه که همونطوری که تولید کننده ها رو از وسایل تولید میکنی، دهقان از زمینش میکنی، خرده بورژوای پیشه‌ور رو از صنایع پیشه‌ایش میکنی، صنایع آنچنان رشد نمیکنن که بتونن اینها رو جذب کنن. در این کشورها به تدریج ما یک انفجار توده عظیم تهیدستان شهری داریم، یعنی کسانی که از وسایل تولید کنده شدن ولی رشد سرمایه دارانشون اونقدر نیست که بتونه همینایی رو که با کالاهای مصرفیش از وسایل تولیدشون کنده حالا جذب صنایع بکنه به صورت کارگر. ماجرای به اصطلاح تهیدستان شهری. قبل از انقلاب ما چند ماه یه چیزی حدود مثلا 600 هزار نفر در تهران با این به اصطلاح خصوصیات داشتیم که امروزه شاید 3 برابر شد. منظور من این بود که ما به عنوان دولت کارگری باید، یعنی دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم این که بورژوازی را قادر نیست برنامه ریزی دراز مدت بکنه. بورژوازی میخواد سودش رو سریع بگیر و دلالیش رو بکنه و بورژوازی ایران این تیپیه. بورژوازی نیست، نه اینکه افراد بورژوای منفردی وجود ندارن که نمیخوان مثلا آنترپرنور باشن یا مثلا برن یه ابتکاری در دست بگیرن، یه چیزی تولید کنن. مثلا من میدونم مثلا یه سری از بورژوایی گفتن خب چرا مثلا ما لنت ترمز رو خودمون تولید نکنیم، چرا حالا ما موتور رو نمیتونیم تولید کنیم، ولی مثلا فلان تیکش رو که میتونیم ما خودمون تولید کنیم. یعنی هست این ابتکارات تو بورژوازی حتی عقب افتاده ایران در چارچوب نظام جمهوری اسلامی هم هست، ولی میگم این محدوده. اینها باعث رشد نیروهای مولد ایران نخواهد شد، چون بورژوازی قادر به برنامه ریزی دراز مدت نیست. ما میبینیم در دنیا، در کشورهای عقب افتاده در قرن 20 و 21
کم میبینیم کشوری که بتونه در دنیای عقب افتاده صنعتی بشه، به این معنا که بتونه وسایل تولید کنه. و به همین خاطر هم بحران‌های ساختاری داره این نوع سرمایه داری. منظور من این بود که حتی این کار رو که بورژوازی انجام نداده فقط دولت کارگری میتونه انجام بده. یعنی رشد نیروهای مولده به معنی دقیق کلمه، یعنی برنامه ریزی دراز مدت برای صنعتی کردن کشور به معنی تولید تکنولوژی، به معنی استقلال یا یه درجه نسبی از استقلال تکنولوژی. یک منظورم. سوال آخریتون در مورد برنامه اقتصادی یا محتوای اقتصادی دوران گذار، البته خب یه ذره پیچیده تره و منم ادعایی ندارم که جواب بسیار کاملی بتونم بهش بدم، چون به هر حال متخصص میخواد و شرایط میخواد و غیره و زایی، و خب یه حرفای کلیش رو میشه زد دیگه. به نظر من دوران انتقال به سوسیالیسم، یکیش همین که گفتم، یعنی پرولتاریا، اتفاقا تو خود مانیفست هم مارکس میگه رشد سریع نیروهای مولده وظیفه پرولتاریا در دوره انتقال، برای که بتونیم وارد فاز جامعه کمونیستی بشیم. یکیش این. دوش این که به هر حال تو چارچوب این، توی جواب سوال قبلی من گفتم تو چارچوب رشد نیروهای مولده واضحه که اگر ما نتونیم در، یعنی ما نمیتونیم از بازار جهانی بیایم بیرون، یعنی در یک کشوری که انقلاب میشه تا این انقلاب بتونه گسترش پیدا کنه در به اصطلاح مقیاس منطقه‌ای و بین المللی، بالاخره باید در چارچوب بازار جهانی بمونه معامله کنه، و ما میدونیم در چارچوب بازار جهانی مبادله نابرابر هست. یعنی حتی مستقل هم باشه هیچ کسی هم به زور نگه، دنیا هم بهشت بر این باشه، همه هم به حقوق همدیگه احترام بذارن، همین که شما یه جنس از ایران ورداری ببری تو بازار جهانی با معادلش مبادله کنی، یعنی داری کلا سرت میره. چرا؟ چون باراوری کار در جامعه ما پایینه، باراوری کار در کشور پیشرفته بالاست، بنابراین از اون کار اجتماعی که در تولید این محصول تو رفته، موقعی که به عنوان معادل برابر با یه کالایی که کار اجتماعی کمتری توش رفته به خاطر باراوری بالاتر تو مبادله کنی، یعنی ارزش رو منتقل کردی از کشور عقب افتاده به کشورهای متروپول. یعنی حتی دنیا برابر و عادلانه و مساوی و هر جورم که باشه، در چارچوب نظام موجود سرمایه‌داری مبادله در مقیاس بین المللی یعنی مبادله نابرابر، یعنی شکاف بین کشور عقب افتاده و کشور پیشرفته رو هی بیشتر و بیشتر کردن، انتقال ارزش اضافه از کشورهای عقب افتاده به کشورهای پیشرفته. دولت کارگری هم نمیتونه همینجوری با شعار از شر این خلاص بشه، باید یه راههایی پیدا کنه که اولا در بازار جهانی بتونه یه سهمی برای خودش بگیره. یعنی حالا چی این کار بود من نمیدونم. مثلا میگم فرض کن به عقل خود بورژوازی زمان شاه هم رسیده بود دیگه، مثلا پتروشیمی، ما مثلا از امکانات طبیعی که داریم استفاده کنیم برای اینکه بهش ارزش اضافه کنیم، یعنی به جای که نفت خام بفروشیم محصولات پتروشیمی بفروشیم. مثلا حالا من نمیگم اینا، مثلا میگم باید نشست فکر کرد اون دولت کارگری بر اساس به اصطلاح برنامه ریزیش، بر اساس روش علمی و دقیق اقتصادی، باید بدونه این نیروی مولده، این برنامه ریزی دراز مدت صنعتی شدن رو که داره پیش میبره، در کنارش تو چه حوزه هایی میتونه در بازار جهانی با این مبادله نابرابر مقابله کنه. یعنی بده توی کالاهایی، توی یک مثلا محصولاتی که از امکانات امتیازات طبیعی خودش بهتر استفاده کنه، برای که کمتر ارزش از داخل خودش رو منتقل کنه به اونجا. سه، و این به حال برنامه‌ریزی اقتصادی به اصطلاح دقیقی لازم داره. سه، این که به نظر من باید انحصار تجارت بین المللی رو دولت کارگری در دست بگیره، یعنی نمیتونه در تجارت خارجی امکان بده، به خاطر اینکه این رو تا باز بذاری به سرعت یه طبقه بورژوای جدید در داخل کشور شکل خواهد گرفت، و این رو باید به اصطلاح
انحصاری بکنید، در دست اون دولت کارگری باشه، مطابق نیازهای برنامه اقتصادی فقط این صورت بگیره. یه جای آدم میدونه داره استثمار میشه ولی خب چاره نداری، فلان ماشینالات رو لازم داری، مطابق این برنامه‌ریزی اقتصادی میدونی بعد فلان چیزا رو به قیمت 6 برابر هم شده بخری، مجبور هم هستی بخری تا اینکه بتونی خودت رو به صلاح خودشفا بکنی. بنابراین مجبور یه جای، ولی این باید مطابق نقش و برنامه و به نفع اون برنامه‌ریزی اقتصادی باشه. خب اینا اقداماتی از نظر رشد اقتصادی که صورت میدی. از نظر سازماندهی تولید، خب سازماندهی تولید رو باید به شکلی تغییر بدی که به تدریج، به نظر من همون شب اول بعد از انقلاب، حالا شب اول باز دارم از این واژه‌های اغراقی به کار میبرم، منظورم تا همون دوره اولیه بعد از انقلاب کنترل بر تولید و توزیع در دست طبقه کارگر میتونه بیفته. در بخش‌های عمومی اقتصادی کنترل تولید، سرعت تولید چی باشه، کی استخدام کنیم، کی استخدام نشه، چند تا استخدام کنیم، چند تا نکنیم، چند تا تو این واحد باشن، چند تا نباشن، چی تولید کنه، با چه سرعتی تولید کنه، تمام اینا و کجا توزیع بشه، چه جوری توزیع بشه، کنترل این رو، حق وتوی این رو طبقه کارگر میتونه در دست بگیره. ولی این به نظر من مساوی با مالکیت اجتماعی و الغای کار مزدی نیست، مالکیت بسا سوسیالیستی نیست. به نظر من دولتی کردن مساوی با مالکیت سوسیالیستی نیست. کنترل کارگری باید به مدیریت کارگری در کل اقتصاد برسه تا ما بتونیم کار مزدی رو الغا کنیم. ولی الغای کار مزدی صرفا میشه جایگزینیش با سیستم جیره بندی، یعنی در واقع به جای پول حالا کوپن بدیم دست مردم که همون کوپن ارزش پول رو پیدا خواهد کرد از یه مدت، همون که در جامعه شوروی پیدا کرد. بنابراین منظور من این بود که این انتقال، یعنی رسیدن از به اصطلاح نظام سرمایه‌داری به جامعه‌ای که درش طبقات از بین برن، مالکیت اجتماعی برقرار بشه و کل تولید بر اساس نیازهای تولید کنندگان صورت بگیره و خود مدیریت تولید کنندگان بر تولید مستقر بشه، این اون چیزیست که دوره انتقال باید انجام بده. یه دوره لازم داره، نمیشه بعد از انقلاب گفت مثلا ما تا مثلا چه میدونم یک سال دیگه کار مزدی رو از بین خواهیم برد، ما تا یک سال بعد مالکیت اجتماعی رو مستقر خواهیم کرد. نه، یه دوره لازم داره و این دوره هم در گستره کنترل بر وسایل تولیدی در صحنه جهانی امکان پذیری یا در جاهای تعیین کننده، و یه دوره انتقال لازم داره. منظور من این بود. در مجموع جواب میدم، منظور خودم بهتر بیان کنم. ببینید به طور کلی مفهوم به اصطلاح کار اجتماعا لازم رو همه میبینیم، یعنی مثلا در یک جامعه ای اگر کار اجتماعا لازم برای تولید یک کالا یک ساعت باشه، یک کسی که 4 ساعت طول بده تا همین کالا رو تولید کنه 4 برابر نمیتونه بفروشه و همون قیمت بازار این دوتا جنس رو معادل هم مبادله میکنه، چون یه جنس هم قیمت هم در بازار. بنابراین چه اتفاق میفته؟ 3 ساعت کار اون طرف تلف شده دیگه، یعنی 4 ساعت کارش معادل 1 ساعت کار در واقع به فروش رفته. حالا اون قیمتی که اونجا توی بازار این دوتا جنس با هم برابر میشن و مبادله میشن یعنی چی؟ یعنی ارزش از اون بخش نامولدتر منتقل شده به بخش مولدتر. این جزء به صورت تئوری های مارکس در کاپیتال. بحث اینه که همین تئوری یا همین به اصطلاح عمل کرده قانون ارزش در مقیاس بین المللی هم حاکمه. یعنی اگر یک کشوری به طور کلی سطح باراوری کار، پروداکتیویتیش به اصطلاح سطح باراوری کار توش از یک کشور دیگه پایین تر باشه، موقعی که این دوتا کشور میان در بازار جهانی جنس رو با هم مبادله میکنن، اون جنسی که از یک کشور عقب افتاده اومده کار اجتماعا لازم بیشتری برای تولیدش شده با اون جنسی که از یک کشور با باراوری کار بالاتر اومده.
نتیجه این یعنی چی؟ یعنی کار اجتماعی اون کشور عقب افتاده به هدر رفته، این در واقع تلف شده، تلف نه تنها شده بلکه منتقل شده به کشور پیشرفته تر. ممکن دوتا با یه قیمت مساوی در بازار جهانی مبادله میشه. بنابراین علل اصول در جهان اگر یه کشوری نتونه سطح باراوری کار رو برسونه به مقیاس بین المللی در مبادله بین المللی ضرر خواهد کرد، چه بخواد چه نخواد، چه دولت کارگری انقلابی اونجا بالا سر باشه، چه دولت آقای مصدق اونجا باشه، چه دولت خمینی اونجا بالا سرش باشه، هیچ تفاوتی نمی کنه. ارزش از اون کشور عقب افتاده به تدریج منتقل خواهد شد به کشور پیشرفته. حالا یه دولت کارگری موظف با این عمل کرده قانون ارزش مقابله کنه دیگه، مقابله رو نمیتونه سیخشی بکنه، مثلا بگه من قانون ارزش رو در کشور خودم ملغا کردم، نمیتونی. بالاخره در بازار جهانی و جنس بفروشی جنس بخری، برای اینکه اگر بخوای نیروهای مولدت رو رشد بدی در شرایطی که تقسیم بین المللی کار هست، تو نمیتونی، تو نیازمند این مبادله هستی در سطح بین المللی. بحث من این بود. بنابراین اون دولت کارگری چند تا نقشه باید بکشه. یک، در دراز مدت باید برنامه ریزی بکنه که نیروی مولده رو در کشور خودش سطح باراوریش رو بالا ببره. یعنی چی؟ یعنی تکنولوژیش رو پیشرفت بکنه. دو، در کوتاه مدت باید سعی کنه با استفاده از همین مبادله نابرابر بر اساس برنامه ریزی اقتصادی، هرچند که میدونه ضرر میخوره، جنسایی رو بفروشه، جنسایی رو بخره. این جنسایی که میفروشه میخره باید مطابق با اون برنامه ریزی دراز مدت اقتصادیش باشه و الا ضررهای جبران ناپذیر خواهد شد. برای این باید اون دولت کارگری کنترل داشته باشه بر این مبادله، همینجوری هر چیزی رو نخره و هر چیزی رو نفروشه. سه، در خیلی از حوزه‌ها، گفتم حالا اون احتیاج داره بشیریم دقیق بررسی کنیم چی هست. به هر حال مثلا میگم ایران در مواد خام، فلزات اساسی، گاز، نفت خیلی منابع عظیمی داره. خب این منابع به اون جایی که به عنوان مواد خام بفروشه میتونه در برخی از حوزه‌ها اتفاقا بدونی که در کل اقتصاد بتونه باراوری کار رو بالا ببره، در این حوزه‌های مشخص باراوری کارش رو به شکلی بالا ببره، یعنی برنامه ریزی اقتصادیش باید این باشه، به شکلی بالا ببره که حتی در بازار جهانی بتونه بر این عملکرد قانون ارزش فائق بیاد و اجازه نده که ارزش از جامعه خودش همینطوری دائم منتقل بشه به جوامع پیشرفته. چون اگه این کارو نکنه، عاقبت اگر نتونه سطح باراوری کار رو برسونه به سطح کشور سرمایه داری، این جامعه شکست خواهد خورد، نمیتونه دووم در دنیای موجود امروزه عاقبت شکست خواهد خورد. نه تنها انتقالی به سوسیالیسم صورت نخواهد داد، بلکه همینی که میبینیم شده دیگه، میشه چین امروزه، میشه شوروی امروزه، میشه به صدا این وضعیتی که الان ما میبینیم که عملا در واقع خداشون شدن به صدا بنگاه‌های به صدا چی میگن سودیابی برای بورژوازی بین المللی، دولت چین و دولت شوروی. بنابراین منظور من این بود. حالا این برنامه ریزی اقتصادی دقیقا کم و کسر و کیفش چی باید باشه، خب اون بحثیست که پرولتاریا، دولت کارگری، عین بورژوازی باید از متخصصین استفاده کنه. با شعار نمیشه این رو حل کرد، یعنی باید بشینه اقتصاد رو با شعار نمیشه حل کرد. اقتصاد بالاخره علمه، باید علمی برخورد کرد، در علمم متخصص هست، کارشناس هست. همینجور که بورژوازی کارشناس میاره از عقایدشون استفاده میکنه، دولت کارگری هم کارشناس میتونه بیاره از عقایدشون استفاده کنه، ولی کنترلش، کنترل برنامه ریزی، کنترل بر تولید و توزیع در دست طبقه کارگر خواهد بود. هرچند طبقه کارگر نتونه
مدیریت تولید رو به معنی دقیق کلمه، مدیریت منظورم نیست که تو این کارخونه به جای فلان کسک مثلا از بین کارگرایی که انتخاب کنیم بگیم این مدیر کارگری، نه، منظورم مدیریت بر تولید اجتماعی است. این مدیریت رو حتی نتونه در دوران اولیه داشته باشه، حق کنترل بر تولید و توزیع رو به دست بورژوازی نباید بده، به خاطر که بتونه برنامه ریزی بکنه که تضمین بشه این برنامه ریزی به نفع فائق آمدن بر عمل کرده قانون ارزشه و به نفع انتقال به طرف سوسیالیزمه و به نفع به صلاح پیشرفت نیروهای مولده و رشد باراوری کار و کاهش ساعات کار در تولید در داخل این جامعه. منظور من این بود. میگم حالا این برنامه ریزی در شما میتونیم، حالا منم یه نظراتی دارم، میتونیم بشیم با هم صحبت کنیم. مثلا میگم امروزه مثلا تو ایران ما نگاه کنیم، ما به اصطلاح نیروی مولده به معنی صرفا ماشینالات نگیریم، به معنی انسان ها هم بگیریم، فرضاً میگم ما احسان تحصیل کرده کم نداریم، یعنی در مقایسه با خیلی از کشورهای عقب افتاده شاید از این لحاظ ایران چه زمان شاهش حتی امروزه به نظر من از یه درصد بالاتری برخورداره. خب استفاده از این نیروی به اصطلاح تحصیل کرده و فهمیده تر در حوزه هایی در تولید که بتونه در بازار جهانی باراوری کار بالاتری، نباید کار دشواری باشه. مثلا وارد شدن فرض کنید به تولید شاید مایکروچیپ الان برای اقتصاد اولیه ایران ممکن نباشه، ولی وارد شدن در صنعت انفورماتیک به معنی کلی کلمه، اینفورمیشن تکنولوژی به معنی کلی کلمه، نمیتونه کار دشواری باشه. احتیاج به اصطلاح تکنولوژی آنچنانی نقدن در جامعه مستقر باشه نداره، میتونه در این حوزه مثلا در بازار جهانی خیلی کارهای دیگه‌ای بکنه که خیلی از کشورهای حتی مثلا سرمایه‌داری اروپایی فعلیش نتونن بکنن. بحث من اینه، یعنی برنامه ریزی اقتصادی برای این انتقال مسئله ایست که اگر کنترلش در دست طبقه کارگر باشه، میشه امیدوار بود به اینکه تضمین کرد این واقعا این انتقال صورت میگیره. اگر در دست طبقه کارگر نباشه که اصلا ضمانتی در این کار نیست. در رابطه با دموکراسی و حکومت، بحث درستیه. دموکراسی در تحلیل نهایی شکلی از حکومته و در سوسیالیسم از اونجا که دولت از بین رفته دیگه اصلا مفهوم خودش رو از دست میده به اون معنی دقیق کلمه. منم اتفاقا یه جور خاص دیگه ای گفتم، گفتم مبارزه برای دموکراسی رو از مبارزه برای سوسیالیسم نمیشه جدا کرد، یعنی هر دوتاش با هم تحقق پیدا میکنن در واقع. و از دیدگاه مارکسیستی القای طبقات، از بین بردن طبقات، از دیدگاه خود مارکس یعنی حاکمیت مردم، یعنی مردم سرنوشت خودشون رو در دست خودشون گرفتن فقط موقعی معنا داره که به اصطلاح طبقات هم ملغا شده باشن. چون اگه شما در اقتصاد نتونی بر خودت حاکمیت داشته باشی، در هیچ جا حاکمیت نخواهی داشت، یعنی در صحنه تولید اجتماعی اگه حاکمیت مردمی برقرار نشه، در هیچ جایی برقرار نخواهد شد، بقیهش قلابی و سوری و موقتی خواهد. بحث من این بود، منظور من این بود که فکر کنم سر این با هم موافقیم. سر مجلس مؤسسان باز بحث مفصلیه، به هر حال میدونی نظر منو دیگه. من مجلس مؤسسان از دو زاویه مطرحه، یکی این که از سه زاویه، بحث تاریخیه که به نظر من ما باید برگردیم به انقلاب روسیه، اون تجربه رو نقد کنیم و دیدگاه‌هایی رو که چپ ایران داره از مسئله مجلس مؤسسان به نقد بکشیم. من نمیخوام، جدی میگم، اصلا قصد ندارم به هیچکی توهین کنم و مثلا از اون نظرات عجیب و غریب الان جایی داره وسط بحث بپرونم، ولی جدی میگم من صمیمانه به این اعتقاد دارم کسی که هنوز فکر میکنه مجلس مؤسسان یه شعار بورژوایی است، به نظر من از استالینیزم برش نکرده. دلیلش هم توضیح میدم. دلیلش هم اینه، مگه دولت کارگری احتیاج به قانون اساسی نداره؟
مگه دولت کارگری نباید یه مجلسی ده. مجلس یه نهاد، یه مؤسسه است، یعنی یه در انتخاب میکنن، یعنی یه جا میشن تصمیم میگیرن. اینکه چه جوری انتخاب میشن، سر چی تصمیم میگیرن و محتوای این تصمیم چیه، ماهیتش رو تعیین میکنه. نه اینکه یه دمیان توی ساختمون جمع میشن اسم خودشون میذارن مجلس مؤسسه. برای ما این که بگیم مجلس مؤسسان یه نهاد بورژوایی است، از اون حرف هست. یعنی مجلس مؤسسان بسیاری باش چی کار میکنی، چجوری انتخاب میشه، برای چی انتخاب میشه و چه تصمیماتی میگیره. بحث من اینه، حتی در چارچوب دولت کارگری ما احتیاج، این دولت کارگری احتیاج به قانون اساسی داره، احتیاج به مقررات داره، احتیاج به قانون انتقال داره، احتیاج به روشن کردن حق و حقوق نهادهای مختلف داره، احتیاج به تعیین کردن حدود و ثغور قدرت‌هایی که پخش شده داره. چون اگر این دولت نادولته، قدرت درش باید پخش بشه، دولت نمیتونه متمرکز و سانترالیز و مستبدانه اجرا بشه، دولت باید در جامعه پخش بشه. این پخش شدن حدود و ثغور اختیارات هر کدوم از این نهادها چی باید باشه و شکل و ماهیت این نهادها چی باید باشن، رابطه شورای کارخونه با شورای شهر چیه، رابطه شورای شهر با کمیته های محله چیه، رابطه اینها با نهادهای ملی چیه، رابطه اینها با اگر لازم شد یه مجلس سراسری چیه، رابطه اینها با نمایندگان سراسری شوراهای کشور چیه، رابطه اینها با نهادهای قدرت دو، یعنی همه اینها مگه احتیاج به قانون اساسی نداره؟ خب این قانون اساسی باید در یک مجلس مؤسسان به بحث و تصمیم گیری گذاشته بشه. حالا این که وزنه نیروهای مختلف اجتماعی در این مجلس چیه، حدود و ثغور اختیارات این مجلس چیه، اون یه بحث دیگه است. این مجلس تعیین شده، نمیتونه فرم انتخابش، شکل تشکیلش بعد از استقرار دولت کارگری، بعد از خاتمه جنگ داخلی، بعد از مستحکم شدن قدرت دولتی فقط میتونه انجام بشه و شکل انتخابش الزاماً شکل انتخاب بر اساس حوزه‌های جغرافیایی نیست که یه نماینده انتخاب میکنیم بره برای خوش هر ملتی دلش خواست بکنه بر اساس رأی اکثریت توی منطقه. اولا نماینده‌هاش میتونن قابل عزل باشن، دوما در کنار حوزه‌های انتخابی جغرافیایی میتونه حوزه‌های انتخابی به اساس تشکل‌های توده‌ای باشه، اتحادیه نماینده خودشون بفرستن، سازمان‌های زنان نماینده‌های خودشون رو بفرستن و غیر و ذاله. حال شکل دقیقش رو اینجا جای بحثش نیست. به هر حال به نظر من کسی که بگه در دوره انتقال ما احتیاج به قانون اساسی نداریم، شورای تهران مثلا تصمیم خواهد گرفت برای همه، من میگم از استالینیسم این آدم، این دوست عزیز هنوز نبرید. به هر حال بحثیست که میتونیم با هم بکنیم و ادامه دیم. مضافم به این بحث دیگه ای هست، اونم اینه که در چارچوب مبارزه تا انقلاب، تا تسخیر قدرت، آیا در بخش دموکراتیک برنامه سوسیالیستی، چون برنامه سوسیالیستی که فقط شعارهای سوسیالیستی نیست، مثلا میگم ما همین الانش از آزادی بیان مگه دفاع نمی کنیم، از آزادی تشکل مگه دفاع نمی کنیم، اینا که شعارهای سوسیالیستی که نیست، شعارهای دموکراتیکه. برنامه سوسیالیستی بخش دموکراتیک هم داره، آیا در بخش دموکراتیکش ما از خواست مجلس مؤسسان دفاع می کنیم یا نه؟ به نظر من آری، باید بکنیم. اتفاقا امروزه برای مقابله با این راه حل‌های بورژوایی از بالا، رفراندوم، جمهوری لایک، جمهوری فلان، نمیدونم این راه حل‌هایی که دارن میدن، راه حل‌های بورژوایی که داره ارائه داده میشه، اتفاقا در مقابل همه‌شون میگیم اگه راست میگیم نیروی بورژوا، اگه تو واقعا دموکراتی، اگه جدی جدی به دموکراسی اعتقاد داری، به جای راه حل‌های قلابی از بالا، مردم باید در صحنه حاضر باشن. مردم هم چجوری میتونن در صحنه حاضر باشن؟ از طریق مجلس مؤسسان. بنابراین بله، اگه منظور شما هم اینه، این راه هم اعتقاد دارم. متأهل سر این که آیا این تاکتیک درستی از شعار درستی از غلط هست، میدونم اختلاف نظر داریم و خب میتونیم سرمون بحث کنیم. این بحث به نظر من
همون اهمیت رو نداره که نقش به اصطلاح مجلس مؤسسان در دوره بعد از سرنگونی داره، ولی حتی در قبل از انقلاب هم داره. به نظر من اتفاقا چپ برنامه خوش تبلیغ میکنه، جمهوری شورایی و مدلی که داره رو تبلیغ میکنه، ولی چپ در ذهن موظفه در جامعه‌ای که بعد از 27 سال دیکتاتوری و استبداد، در جامعه‌ای که از انقلاب مشروطه تا به حال دموکراسی و حتی بورژوایی رو هم جز ورق 6-7 ماه به خودش ندیده و تشنه آزادیه، رهبری مبارزه برای آزادی و دموکراسی رو در دست بگیره. طبقه کارگر باید تمام توده هایی رو که از دیدگاه دموکراتیک ضد این رژیم هستن، به جایی که اجازه بده بیفتن به دامن بورژوازی، باید بکشونه به طرف خودش. طبقه کارگر اتفاقی که از راه هایی که این کار رو میتونه بکنه چی بوده همیشه؟ که خواست های دموکراتیک توده رو برداره، رهبرش بشه و نشون بده که اتفاقی طبقه کارگره که فقط میتونه تحقق بده این خواست ها رو، با بسیج نیروهای کارگری که میشه این خواستا رو تحقق داد. منظور من به هر حال بحث مفصلیه. حالا 4 تا نکتهش که فهمیدم و موافقم و میگم، امیدوارم برداشتم درست باشه. یکی این که بله، دقیقاً به نظر من هنوز که هنوزه نقد تجربه انقلاب روسی که از وظایف اساسی ما چپه و یاد گرفتن از تجربیات انقلاب روسیه در رابطه با همه مسائل، حزب، شورا، اتحادیه و رابطه با دهقانا، مسئله ارضی، مسئله ملی، مسئله به صورت تجارت جهانی، مسئله درجه به صورت دولتی کردن، درجه حمله به مالکیت خصوصی، همه اینا نکاتیست که واقعا میگم تجربه انقلاب روسیه هنوز غنی ترین تجربه ایست که داریم و تنها، شاید تنها تجربه ایست که داریم. هیچ کدوم از این تجربیات دیگه قابل مقایسه با اون تجربه نیست، مثل انقلاب چین، انقلاب یوگسلاوی، کوبا، غیره داریم. بنابراین 100% منم قبول دارم و اشتباهاتی که اونا کردن ما نکنیم. یعنی واضحه که جریانات سوسیالیستی باید توی برنامه سوسیالیستی که هنوز ما نداریم و هنوز هم تدوین نکردیم، هر کسی فکر میکنه داره ولی واقعیتش اینه که هممون میدونیم نداریم، در تدوین این برنامه نقد و این تجربه انقلاب روسی خیلی مهمه. بخصوص اشتباهات، مثلا همین کمونیسم جنگی، اون چیزی که خودشون بعد برای توجیهش اسمشو باشن کمونیسم جنگی، که ریختن همه چی رو ملی کردن دیگه، عملا ریختن، واقعا هر دیگه مغازه هم رفتن ملی کردن، یعنی واحد های کوچیک رو هم رفتن به قول خودشون ملی کردن، اسمش هم گفتن جنگ ما مجبوری، ولی نه، تو شرایط جنگ هم مجبور نبودن این کار رو بکنن. دقیقا همین کاری که کردن بعد منجر به عقب نشینی دوران نفت شد دیگه، دوران اقتصاد جدید شد که کولاک ها بیایید ثروتمند شدید، شعار نفت. یعنی اون افراط ها به اصطلاح این مشکلات رو بعد به بار خواهد آورد در برنامه ریزی اقتصادی. به نظر من خلع ید از بورژوازی خلع یدیست در سطح مقیاس سیستم، نه در حد هر کارخونه، هر واحد تولیدی. اون باید مطابق باشه با اون برنامه ریزی اقتصادی دراز مدتی که میکنیم. برای اون برنامه ریزی اقتصادی دراز مدت، برای تحقق اون برنامه، اون جاهایی که باید دولتی بشه، مستقیما از دست بورژوازی خارج بشه، خارج باید بشه. خیلی جا اصلا شاید نباید بشه، دلیل نداره بشه. خیلی جا همونجوری که لنینش هم مجبور شد بکنه، حتی بعد از سرمایه خارجی هم دعوت کرد و آورد و با مشارکت اون بحثی از بخشها رو رشد داد، چون غیر از این نمیتونی کار رو انجام بدی، نداری توانایی تکنولوژیکش که انجام بدی، مجبوری هنوز در، گفتم از اقتصاد جهانی با شعار نمیشه بیرون اومد، نمیشه دیوار چین دور خودمون بکشیم و بیایم بیرون. بنابراین در رابطه با این نکاتی که گفتی، بله منم قبول دارم، یعنی ایدئولوژیک نمیشه برخورد کرد و بایدم از این به اصطلاح ارزیابی کاملا برش آگاهانه کنیم که یه متدی بود، میگفتم ببینیم چند درصد مثلا صنایع دولتی شده، بر این اساس تشخیص میدادن که آیا به سوسیالیسم چه درجه نزدیکتر شده. یعنی همین جوری بود که 36 استالین گفت ما در روسیه به سوسیالیسم رسیدیم،
یا خیلی از ما مارکسیستا و کمونیستا و سوسیالیستا مثلا میگفتیم ببینین مثلا در مثلا سوریه به سوسیالیسم رسیدن، در مصر به سوسیالیسم رسیدن، در عراق به سوسیالیسم رسیدن، چون 80% مثلا صنایع دولتی. یعنی بر اساس دولتی کردن معیاری برای تشخیص این که چه اندازه ما به سوسیالیسم نزدیک شدیم نیست. حتی ممکنه شما 1% هم دولتی نکنی، خیلی نزدیکتر باشی به سوسیالیسم تا اون کسی که 99% دولتی کرده. دولتی کردن به خودی خود هیچ معیار و مقیاسی برای اندازه گیری این که کجای مسیر انتقال به سوسیالیسم هستید نیست به نظر من، و این اون درس عمده ایست که باید بگیر. و کنترل بر تولید و توزیع رو به شرطی که از دست ندیم، به نظر من میزان دولتی کردن مسئله کلیدی در برنامه ریزی اقتصادی نیست. سانفلاور عزیزم، بله درسته، منم میتونم منظور شما از لغو کار مزدی، از بین بردن اون روابط اجتماعیه، ولی میگم اون روابط اجتماعی رو چجوری از بین بردنه که مهمه. منظور شما از همون از بین بردن روابط اجتماعی دقیقا چیه؟ اون روابط اجتماعی موقعی از بین میره که مدیریت تولید کنندگان بر کل تولید اجتماعی مستقر شده باشه. این به نظر من یک شبه امکان نداره، نه از نظر تکنیکی امکان داره، نه از نظر دانشی امکان داره، نه از نظر نیروهای مولده امکان داره، به خصوص در چارچوب یک کشور به تنهایی. در چارچوب کنترل بر وسایل تولید تو مقیاس بین المللی، بله خیلی سریع میتونه انجام میشه. اگر در فرض کنید یه روزی همه ما خوشبخت باشیم اینو ببینیم فرانسه، انگلیسی، نمیدونم آلمانی جای انقلاب کارگری بشه، به نظر من به سرعت آنچنان ضربه‌ای به سرمایه‌داری جهانی خواهد خورد که عین دامینو یکی پس از دیگری بقیه‌شون هم میفتن. حالا آمریکا به خاطر موقعیت خاص نظامی خودش ممکنه مثلا مقاومت، ولی به نظر من مثلا اروپای شمالی و غربی اگر درش انقلاب بشه، به سرعت این انقلاب گسترش پیدا خواهد کرد و شما بر بخش عظیمی از نیروهای مولده در سطح جهانی کنترل مستقر خواهی کرد. در اینجا بله خیلی سریع این انتقال به سوسیالیسم میتونه صورت بگیره، چون از نظر من القای کار مزدی یعنی سوسیالیسم. مگه دقیقا به خاطر اینکه منم با شما هم عقیدم که منظور روابط اجتماعی، منظور این نیست که مزد ندیم بهشون کوپن بدیم بهشون، منظور این که روابط استثماری رو در تولید از بین ببرین و مدیریت تولید کنندگان بر کل تولید اجتماعی رو مستقر کنیم. این به نظر من یک شبه، دو شبه، چند ساله، به خصوص در یک کشور، به خصوص در یک کشور عقب افتاده، غیر ممکن. چون مسئله الغای کار مزدی نیست. مارکس همیشه رو نگفته الغای کار مزدی، گفته الغای سیستم کار مزدی، الغای نظام کار مزدی. الغای نظام کار مزدی یعنی سوسیالیسم. یعنی به نظر من سانفلاور عزیز، اگه شما منظورتون اینه که میشه انتقال به سوسیالیسم رو خیلی سریع در عرض نمیدونم همین حالاش انجام داد، به نظر من خب اینجا اختلاف داره. بحث من ولی اینه، شما ببینید اون محصول اضافه‌ای که در تولید اجتماعی تولید میشه در جامعه سرمایه‌داری به صورت ارزش اضافه، اون محصول اضافه اگر کنترلش در دست دولت کارگری باشه، یک قدم رفتیم به جلو به طرف انتقال به سوسیالیسم. این بحث کلیدی منه، کنترل بر اون محصول اضافه. یعنی تقسیم اون محصول اضافه رو کی تصمیم میگیره کجا بره؟ اگر یه کسی به جای پرولتاریا بخواد بیاد این رو تصمیم بگیره، یعنی هنوز پرولتاریا داره استثمار میشه، چون معنی دقیق استثمار یعنی عدم کنترل بر سرنوشت محصول اضافی که بنده با کار خودم تولید میکنم. حالا در جامعه سرمایه به شکل ارزش اضافه است، در جامعه فئودالی و اشغال دیگه اینی که من 2 روز برای خودم کار کنم، 3 روز برای مثلا فئوداله کار کنم، یا در هر جامعه‌ای به یه شکلی در وجوه تولید مختلف و اشغال مختلف.
اگر در دولت کارگری هم طبقه کارگر نتونه کنترل بر سرنوشت این محصول اضافه رو در دست خودش بگیره، هنوز استثمار ادامه داره. بنابراین منظور من اینه دولت کارگری به شرط که بر اساس اون برنامه‌ریزی اقتصادی که میتونه بکنه، بر اساس شرایط مشخص اون جامعه مشخص و اون مقطع مشخص و اوضاع بین‌المللی مشخص، باید در دوران انتقال حداقل آگاهانه تلاش کنه برای اینکه حق کنترل کارگری بر تولید و توزیع از دست نده و به تدریج این رو به طرف مدیریت کارگری پیش ببره. این وظیفه به خطوط کلیش وظیفه ایست که در دوران انتقال داره تا این جامعه بتونه این مناسبات تولیدی سرمایه‌داری نظام کار مزدی رو از بین ببره. کار یک شب و دو شب نیست به نظر من. بحث رفیق منصوری، منم موافقم با نکاتی که روش انگوش گذاشته، فقط نکات جالبی بود. اینکه چطوری خیلی جالبه که مثلا سر یک سری مسائل کلیدی مفهوم سوسیالیسم و چگونگی گذار به سوسیالیسم، حتی که یک دو سه علل عموم یک نظر واحد رو داشتن و دلایلش خب البته از نظر تاریخی میشه توضیح داد و به نظر منم خیلی جالبه که امروز توی بحث درون چپ ایران، و همین دلیل من این تأکید رو کردم، واقعا بازگشت به خود مارکس چقدر ضروریه برای اینکه از این کلاف سردرگمی که ایجاد شده یه مقدار بتونیم بیایم بیرون. یعنی کم و بیش همه اینا به سوسیالیسم برای کشور اعتقاد دارن، کم و بیش همه اینا فکر میکنن دوره انتقال به سوسیالیسم در واقع خود همون سوسیالیسمه، کم و بیش همه اینا در واقع اعتقاد دارن که دیکتاتوری پرولتاریا یعنی دیکتاتوری پیشگام پرولتاریا. حالا اگه بخوایم اسم خوب و قشنگ روش بذاریم، یعنی نگیم دیکتاتوری یه عده به جای پرولتاریا، کما بیشتر این همه شون هم نظر و تفاصیلی هم که دارن از اقدامات اقتصادی و سیاسی دوران انتقال اتفاق خیلی مشابه همه. به نظرم از نظر تاریخی این تصادفی نیست، در اینش هم خیلی ساده است، ریشه همه اینا در نظراتی نهفته که از آکادمی علوم مسکو اومده بیرون. یعنی فراموش نکنیم که انقلاب اکتبر هنوز که هنوزه پرستیژ و اعتبار عظیمی داره در جنبش جهانی کارگری. به هر حال اولین تجربه انقلابی کارگری است دیگه، یعنی حالا کمون پاریس رو اگر نگیم، چون کمون پاریس به هر حال خیلی موقتی بود، در سطح شهر بود و سرانجام هم منجر به سرنگونی دولت بورژوا نشد. یکی از ایراداتی که مارکس اتفاقا به کمون آردا گرفت دقیقا همین بود که اینها فکر کردن میشه از همون دولت موجود استفاده کرد و تحقق داد خواستای طبقه کارگر رو، در صورتی که بعد در هم میشکستن اون دولت موجود. ولی حالا کمون پاریس که کنار بذاریم، خب تجربه انقلاب اکتبر تجربه عظیمیه. من که شخصا به عنوان یه فرد که در این جنبش بودم، هنوز که هنوزه یکی از گنجینه‌های بزرگ درس گرفتن و چیز یاد گرفتن دقیقاً همین تجربه تاریخی است برام، و مطمئنم برای خیلی از ماها هم همینطوره. و این گرایش به اصطلاح پیشگام انقلابی که بعد از انقلاب اکتبر شکل گرفت در صحنه بین المللی و همه آمدن متشکل شدن در کمینترن بین الملل سوم، واقعا معرف حالا بگم چه، یعنی دیگه سرشیر به اصطلاح جنبش کارگری جهانی دنیا بود. یعنی در پرتو همین تجربه در سراسر دنیا بین رفرمیزم و انقلابیون انشعاب شد، انقلابیون پیشگام انقلابی خودش در احزاب کمونیسم متشکل کرد و بین‌الملل سوم به عنوان حزب انقلاب جهانی ساخته شد. و دقیقا ما میدونیم پیشگام یعنی رفیق عزیزم صبوری، نمیدونم رفیق عزیزم یاسمن، این بنده که کمترین باشم، این ما یه دفعه یه شبه که از آسمون نیفتادیم پایین،
هر کدوم ماها، ما انسان هایی که سوسیالیست هستیم و تو جنبش کارگری هستیم، بالاخره تاریخچه داریم، سابقه داریم، ریشه داریم، تجربه داریم. یعنی همینجوری نمیشه یه شبه یه دفعه مثلا بنده ایجاد بشن یا شما ایجاد بشی یا رفیقمون یاسمن رو ایجاد کرد. با دو تا جزو خوندن شما پیشگام انقلابی پرولتری رو ایجاد نمی کنی، اونم در صحنه بین المللی. یعنی این پیشگامی که سالها، شاید 100 سال مبارزه طبقاتی قبل از انقلاب اکتبر منجر بهش شده بود و معرف در واقع صندوق ذخیره آگاهی کل پرولتاریای جهانی بود، منحط شد، در دست دولت شوروی به انحطاط کشیده شد. عناصر رادیکال و انقلابیش که مخالف این انحطاط استالینی دوران شوروی بودن که اعدام شدن. یادمون نره 36-38 در محاکمات مسکو به جز خود استالین تمام رهبران بلشویک اعدام شدن، رهبران حزب کمونیست ایران اعدام شدن، رهبران احزاب کمونیست خیلی از جای دنیا اعدام شدن. به جرمای من در آوردی. و متاسفانه اون اپوزیسیونی هم که از دل خود همین انقلاب شکل گرفت نتونست در صحنه بین المللی مبارزه کنه با این انحطاط و خودش منحط شد بعد از یه مدتی. بنابراین شما اینجوری که نگاه کنید، یک، از یک طرف پیشگام انقلابی، یعنی من از این لحاظه که میگم انحطاط انقلاب شوروی در واقع تاریخ جهانی رو منحرف کرد، چون ما میدونیم بالاخره نقش یک دولت کارگری در تعیین سرنوشت دنیا چقدر مهم میتونست باشه و این نقش موقعی که به انحطاط میکشه در انحطاط تا چه اندازه میتونه مهم باشه. یعنی از یه طرف پیشگام انقلابی که 100 سال شاید طول کشیده بود تا ایجاد بشه از بین رفت به نظر من، بعدم که دیدی میگه بعد از پیروزی فاشیزم به صلاح اصلا جبهه خلق و رفتیم وارد داستانهای سازش طبقاتی. عملا دولت شوروی چون رسید به این نتیجه که میشه سوسیالیسم در یک کشور ساخت، نقش کمینترن دیگه انقلاب تو کشور خودش نبود بلکه حمایت از دولت شوروی بود. به تدریج احزاب کمونیست در صحنه بین المللی از عناصر انقلابی تخلیه شد و کسانی جایگزین شدند، در رهبریش قرار گرفتند که عملا عامل دست سیاست خارجی دولت شوروی بود. هر به اصطلاح سازی دولت شوروی می‌زد، اینا می‌رقصیدن براش. دولت شوروی میگفت زمان خودمون، یادمون نره دیگه، زمان انقلاب به اصطلاح قبلی خودمون، انقلاب به اصطلاح دوران ملی شدن صنعت نفت، مردم ایران میگفتن نفت باید ملی شود، حزب توده میگفت نفت شما را به شوروی بدهید. چرا میگفت؟ یعنی مثلا به عقل رهبری حزب توده نمیرسید که این شعار چقدر غلطه؟ میرسید، به عقل بچه 12 ساله هم میرسید اون موقع. مأمور بودن و معذور. همین بلا رو سر احزاب کمونیست جهانی اینها آوردن. بنابراین از یه طرف به نظر من شما به 80 سال گذشته تاریخ که نگاه کنید، پیشگام انقلابی واقعا منهدم شده، از بین رفته، فیزیکی از بین رفته و نبوده و نتونسته شکل بگیره. دو، در مقابل این قدرت های عظیمی که از پرستیج انقلاب اکتبر استفاده می کنن، احزاب کمونیست که از بین رفتن، که چقدر دشوار بوده برای اینکه یه پیشگام جدید انقلابی بتونه تو صحنه جهانی شکل بگیره. میبینید اولین باری که حرکت عمده شکل میگیره، اونم باز به هر حال دولت چین پشتش بوده، انشعاب به اصطلاح حزب کمونیست چین از حزب کمونیست شوروی. اگر باز دولت چین هم پشت اون نبود، به این سادگی جریانات طرفدار ماو سدون اندیشی که در صحنه بین المللی شکل نمیگیره. تو یه مقداری هم از پیشگام انقلابی که مونده بود اونها ما گرفتن و منحط کردن. یعنی همون پرستیژ انقلاب چین و انقلاب فرهنگی و دورانی که برای شاید خیلی از ما از نسل اون دوره این دیگه، سالهای 1960 شاید دوره جوونی خیلی از ماها بوده که الان هنوز زنده ایم در چپ ایران، ماهایی که تحت تاثیر اون حرکتهای انقلابی طرفدار اونجا شدیم، خب همون بلایی که شوروی سر اون پیشگام
اوائل قرن بیستم آورد، دولت چین سر پیشگام دوره بعد از سالهای 60 سال. یعنی بنابراین به نظر من نباید کم بها داد به این واقعیت که پیشگام انقلابی در 80 سال گذشته کلی ضربه خورده و نتونسته بلند بشه، رو دوتا پای خودش وایسته، نتونسته مقابله کنه با این انحطاط. مضافاً به اینکه این نیروها به زور و توان مالی دولتی که اون پشتش بوده، شما نگاه کنید در ایران، شما میخواستی شاعر بشی، خب آخر کتاب باید چاپ کنی دیگه، خب کتابت ماشاءالله ماشاءالله حزب توده 40 تا انتشارات داشت، 50 تا کتاب فروشی داشت اون جلوی دانشگاه و اسامی مختلف، باشگاه این باشگاه اون، کلوب فلان کلوب بهمان، یعنی هر جایی از هر دری که شما میخواستی وارد شی یه نیروی مادی عظیم جلوت بود. این نبود که صرفا داری جنگ مساوی عقاید میکنی. در دوران جنگ علیه فاشیسم ارتش شوروی هم کمونیستا میکشت هم به صلاح هیتلریا رو میکشت، ارتش متفقین هم کمونیستا رو میکشت این وسط هم به صلاح نازیا رو میکشت، و بعدم با به صلاح یعنی آموزش اصلی همه ماها، من جمله خود من، همه ماها آموزش اصلی ما آموزش چیزی که در واقع از آکادمی علوم مسکو اومده بیرون، تفاصیلی که اونا کردن. مگر شما کتاب رول مدودوف رو بخونید، اینا تو همین آثار لنین و مارکس چه تحریفاتی کردن، انتشارات پروگرس مسکو این جمله رو زده، اون جمله رو زده، این جمله رو چاپ، اون مقاله رو چاپ نکرده، برای این که برخلاف اون تئوری آکادمیک که اون موقع ترویج میکردن نباشه. یه مارکسیزمی رو حقنه کردن در صحنه بین المللی که در واقع توجیه کنه دیگه این شکست رو، این انحطاط رو. خب به همین دلیل ما این گرفتاری رو داریم. حالا فرض کنیم مثلا خط دو رفقای فدایی که در عمل انقلابی شدن در صحنه مبارزه برش کردن از این گذشته و از این روش و از این حزب و از این سنت از خط یک، ولی از نظر ایدئولوژیک، از نظر نظری، از نظر برنامه‌ای هنوز به نظر من ناف ایدئولوژیکشون وصل بود به همون استالینیسم، هرچند تو صحنه مبارزه انقلابی بودن. به همین خاطرم هر جا که مبارزه انقلابی پیچیده شد مثل انقلاب ایران، این خطوطی که حتی در عمل برش کردن از این روش و عناصر پیشگام و انقلابی جدید رو دارن تشکیل میدن، سر به زنگاه اشتباهات بزرگی مرتکب شدن. بنابراین اتفاقا دقیقا به نظر منم، واقعا میگم، من خودم اعتقاد دارم الان ما دورانی رسیدیم و دوران بدی هست، دورانی که عذر میخوام اینو میگم، مثلا طرف مثلا فرض کنید عضو مثلا سازمان پیکار بوده، بعد از تجربه سازمان پیکار حالا اومده بیرون، پیکار از هم پاشیده، دوران شکست، اتوریتهی در سطح بین المللی نیست، میاد میگه بله مثلا من به این نتیجه رسیدم که اصلا حزب لنینی به مفت نمیارزه. چرا؟ که خب من این رو در پیکار دیدم. آخه مگه پیکار حزب لنینی بود که حالا شما بر اساس تجربه پیکار بیاید بگیم از تئوری حزب لنینی بریدم؟ یعنی الان حالا من اینو به عنوان یه نمونه میذارم، اونجا به کسی برنخوام، اصلا منظورم کسی خاصی نیست، میخوام یه روش برخورد رو بگم. یعنی ماهایم که پیشگام باشیم اینجوری سیخکی داریم این نتایج رو میگیریم امروزه تو چپ ایران. طرف میگه من اصلا از حزب بریدم، من اصلا انقلاب روسیه اصلا به مفت نمیارزید، نمیدونم یه حرفایی روز بعضی از این رفقای ما که به اصلا پیشگام موجود ما رو تشکیل میدن میزنن که با عینک تجربه محدود و فردی خودشون در چارچوب تشکیلاتی که اصلا از اول پیدایششون اشتباه بودن و بر اساس برش از اون تجربه به اصطلاح به قول معروف بچه را هم با سطل آب ریختن بیرون دیگه، یعنی همه چی رو زدن زیرش. یعنی ما الان در یه همچین دوره‌ای به سر می‌بریم که اتفاق خیلی بدتر از اون دوره سابقه. و دقیقا نکاتی که شما میگین صبوری عزیز، نکاتیست که باید هی دائم بحث کنیم، هی دائم با هم دیگه مطرح کنیم درون جنبش تا بتونیم یه
جریان جدیدی رو بر اساس یه بازتعریفی از این گذشته بتونیم شکل بدیم و این کاریست که باید با هم بکنیم. کاری نیست که 6 تا مثلا تئوریسین و پیشوا و نمیدونم رهبر و بسیار دانشمند میتونن انجام بدن. کاریست که باید جمعی صورت بگیره. این تهذیب، این برش، این به اصطلاح پاک کردن به اصطلاح برنامه از این انحرافات گذشته اگر در سطح کل پیشگام صورت نگیره به جایی نمیرسه. بحث رفیقمون عمو ایدر، من شاید برداشت غلطی از صحبتم کردی، من دیکتاتوری پرولتاریا رو نقد نکردم، ردم نکردم. اولا واژه صحیحش به نظر من است دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا، این شکلی است که مارکس به کار میبره، به نظرم دقیقا معنی داره این شکلی که مارکس به کار میبره. یعنی مارکس معتقده که بین فاز اول جامعه کمونیستی و سرمایه‌داری دورانی از انتقال لازمه که این وجه تولید بتونه تبدیل بشه به اون وجه تولید آینده. شکل سیاسی این گذار مارکس میگه باید باشه دیکتاتوری انقلابی پرولتاری. حالا هر ستا این لغات رو ببین منظور مارکس چی ازش. دیکتاتوری منظورش این نیست که شکل حکومتی دیکتاتوریه، همون جوری که مارکس مثلا به عالی ترین بورژوا دموکراسی میگفت دیکتاتوری بورژوایی. یعنی چی؟ یعنی این دولت در تحلیل نهایی در خدمت منافع بورژوازی است، بورژوازی حق وتو داره، شما بیا بگو آزادی آزادی آزادی، ولی بر مالکیت خصوصی رو زیر سوال بکش ببین چجوری این دولت بورژوایی باهات رفتار میکنه. یعنی آزادی هست تا جایی که حق مالکیت خصوصی سرمایه‌داری رو زیر سوال نبر و حمله جدی بهش نکنه، اونجا میکشتت، زندان میندازه، هزار یه جور بلا هم سرت میاره و خشنترین به اصطلاح دیکتاتوری به اصطلاح سیاسی رو بهت نشون میده. منظور مارکس اینه. منظور مارکس این نیست که شکل حکومتی دیکتاتوریه، منظورش این که طبقه کارگر به خاطر تنها طبقه‌ای که زینفع در این که طبقات رو از بین ببره، چون میخواد خودش رو به عنوان طبقه کارگر از بین ببره، به عنوان تنها طبقه‌ای که زینفع انتقال به سوسیالیسم رو به سرانجام برسونه، باید حق وتو داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی باید دستگاه سرکوب بورژوازی رو در هم بشکنه، ارتش، پلیس، قاضی ها، دادگاهاش، همه این ابزاری رو که داره که بورژوازی در چارچوب عالی ترین دموکراسی پارلمانی هنوز دیکتاتوری خوش حفظ میکنه، این دستگاه دولتی رو از هم بپاشونه. دو، باید از نظر اقتصادی هم از بورژوازی خلع ید بکنه، یعنی بورژوازی اقتدار اقتصادی رو در جامعه دیگه نداشته باشه. حالا این مکانیزمای مختلف داره، بستگی به شرایط مشخص و کشورهای مشخص با شعار نمیشه، بر اساس تحلیل مشخص از شرایط مشخص برداد. مثلا یه نکتهش خلع ید از بورژوازی در رؤوس بزرگ اقتصادی، بانک‌ها، ترانسپورت، صنایع عمده سنگین، صنایع تولید وسایل تولید، یه سه چیزا در وهله اول به سرعت، یعنی همون شب اول بعد از انقلاب باید از دست بورژوازی کشیده بشه. ولی چجوری شما میخواییم انتقال، یعنی خود پرولتاریا تو مبارزش به این نتیجه خواهد رسید، همطور که رسیده تو تجربیات مبارزاتی میبینید. سه، این که شرایط، یعنی اینجا هم پرولتاریا حق وتو داره. دو، سه، این که پرولتاریا باید با اقدامات اقتصادی و تجدید سازماندهی که در جامعه ایجاد میکنه شرایطی رو فراهم کنه که بازگشت سرمایه داری رو غیر ممکن کنه. اینجاست که اون واژه انقلابیش مهمه، اون بالا تو تعریف مارکس. یعنی اگر این دولت کارگری، این دیکتاتوری پرولتری با روش‌های انقلابی مناسبات کهن رو دستخوش تحولات جدید نسازه، خب این انتقال صورت نخواهد گرفت. نه تنها صورت نخواهد گرفت، بلکه سرمایه‌داری به تدریج بازگشتم خواهد کرد. و حالا اینجا خب اقدامات مشخصی دیگه، باز اینم کنکرت دیگه. پس
تو تجربه خود به اصطلاح انقلاب روسیه ما دیدیم اون انباشت اولیه سوسیالیستی چجوری باید صورت بگیره. یعنی که شما بخوای یه جهش عظیم به نیروهای مولده بدی، اون محصول اضافه قرار از کجا بیاد؟ یک. دو، با تجارت خارجی چی کار میکنی؟ یعنی یه سری اقداماتی باید پرولتاریا ورداره در دوره انتقال که انتقال رو تضمین میکنه. اگه نکنه خب انتقال صورت نمیگیره، انتقالش تو خود به خودی نیست که همجور به حال خوش ول کنی منتقل میشه جامعه به سوسیالیسم. سوسیالیسم باید از صفر ساخته بشه. بنابراین اقدامات آگاهانه و انقلابی پرولتاریا رو لازم داری. به این معنا دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا من هنوزم معتقدم. خیلی ها مثلا هستن بعضی ها درون جنبش، حالا به دلایل مختلف، که میگن اصلا دیگه این واژه دیکتاتوری انقلابی پرولتار، واژه دیکتاتوری بذاریم کنم، خوب نیست. در مثلا قرن 21 میگه کسی نمیگه دیکتاتوری، چون هیچکس دیکتاتوری خوشش نمیاد. نه، این البته دو جور برخورد به این هست. یکی احزاب کمونیست وابسته به شوروی اتفاقا دو دوره قبل از انقلاب ایران این کار کردن، موسوم به یورو کمونیسم اگر رفقا یادشون باشه. احزاب کمونیست اون موقع وابسته به شوروی برای اینکه آبروش رو رفته بود دیگه، برای اینکه خودشون، چون جامعه شوروی آبروش رفته بود، این به اصطلاح سوسیالیسم روسی آبروش رفته بود در جنبش جهانی. احزاب کمونیست وابسته به شوروی برای اینکه بتونن مثل احزاب سوسیال دموکرات، مثلا فرض کنید که ایتالیا خیلی قوی بود ولی ناتو گفته بود به هیچ وجه من الروجی اجازه نمیده حزب کمونیست تو حکومت شرکت کنه، برای اینکه بتونه در حکومت با بورژوازی تو کشورهای اروپایی شرکت کنه، برای اینکه بتونه سازش طبقاتیشو با بورژوازی اروپایی و آمریکای شمالی جلوتر ببره، مجبور بود از شوروی فاصله بگیره و یکی از به اصطلاح اون کلیدی‌ترین به اصطلاح واژه‌هایی که به اصطلاح عین رمز بود دیگه، تا بورژوازی رو میدید میفهمید که اینا ها اومدن به طرف مثلا بورژوا دموکراسی، برداشتن همین مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا بود از به اصطلاح برنامه‌اش. یه عده اینجوری به این دلیل کردن، یعنی یه عده دیکتاتوری پرولتاریا از برنامه برداشتن بخواستن مثلا راست بزنن، یعنی از شوروی جداشتن به طرف بورژوازی کشور بومی خودشون برن، به این دلیل برداشتن. ولی درون جنبش سوسیالیستی کسانی هم بودن، مثلا یه نمونهش هر دریپر، من آقای بومبای فرد اسم میبرم که شاید کتاباش برج دیده باشن، یکی از به هر حال کسایی که کلی تحقیق و کار کرده سر بازنگری به خود مارکس، ولی کتابی نوشته، حالا من نمیخوام وارد اون بحث مفصل بحثش بشم، ولی اون به طور کلی برداشتش که تو زمان مارکس گفتن دیکتاتوری بورژوا، دیکتاتوری پرولتاریا اونقدر به سری معنی و بار اخلاقی که امروز داره نداره. حالا چرا بیخودی ما سر خودمون رو درد بیاریم، نگیم دیکتاتوری پرولتاریا، بگیم دولت کارگری. بحث اون اینه، نه اینکه ضرورت دولت کارگری رو نفی بکنه، نه اینکه ضرورت دیکتاتوری به معنی حق دولتی کارگری رو نفی بکنه، بلکه میگم واژه دیکتاتوری بار به اصطلاح سیاسی سنگینی داره برای ما، واژه رو بذاریم کنار، که من به نظر من اینا حرفای کشککی حقیقتشو بخواید، به نظر من از نظر تئوری که مقوله است که دقیق توضیح میده معنیش چیه، هنوزم ما باید ازش استفاده کنیم به شرط که توضیح بدیم. ولی تفسیری که حالا میشه از دیکتاتوری پرولتاریا، اون وقت همه میان میگن دیکتاتوری پرولتاریا منظور یعنی مثلا شوروی دیگه، یعنی یه حزب بیاد قدرت رو بگیره قلع و غم بکنه، 6 میلیون دهقان رو بکشه، مثلا تمام سران حزب رو اعدام بکنه، هیچ آزادی نده، هر کی هر سال بفرسته تیمارستان، مثلا این میشه دیکتاتوری پرولتاریا. نه، مقوله مارکس از دیکتاتوری اصلا همچی معنی نداره. مارکس خودش همون جایی که میگه دیکتاتوری پرولتاریا، میگه این در واقع در مقایسه با دولت‌های طبقاتی ما قبل خودش نوعی نادولته، یعنی دولتی نیست که از جامعه جدا شده بر فراز جامعه ایستاده، دولت اکثریت عظیم خود جامعه است و دولتی است که از همون شب اول پیدایشش در دل جامعه منحل میشه، رو به زوال میره، پخش میشه، تقسیم میشه، چون انتقال به سوسیالیسم بدون از بین رفتن دولت که معنی نداره که.
36 مثلا استالین اعلام کرد در شوروی ما به سوسیالیسم رسیدیم. چرا؟ چون 90% مثلا همه چی دولتی شده، مفهومش هم از سوسیالیسم دولتی کردن بوده. خب اون موقع گفتن آها مگه سوسیالیسم قرار نیست طبقات از بین برن؟ خود مارکس گفته، لنین گفته، همه گفتن، حتی در فاز اول جامعه کمونیستی بالاخره طبقات دیگه نیستن. اگه طبقات نیستن دولت فقط یه چیز ادمینستریتیوه، دولت طبقاتی دیگه نیست. این دولت خشنی که اون بالا شما گوشی نمیزی کسی نفس بکشه، همین الان داری محاکمات مسکو رو راه میندازی، آخه این چه نوع سوسیالیسمیه؟ کسما همون موقع است که این گیجی رو در تئوری ایجاد کردن. برگردم به سوال صبوری عزیزم که اومدم گفت آره ما میگیم سوسیالیسم رو در یک کشور میشه ساخت، کمونیسم رو نمیشه در یک کشور ساخت. سوسیالیسم در واقع منظور همون دیکتاتوری پرولتاریاست. این انحراف تئوریک هم همونجا به همین دلیل توجیه کردن. در صورتی نه، از نظر واقعی اگر قرار جامعه به سوسیالیسم منتقل بشه، یعنی همه انسان‌های این جامعه باید بشن انسان‌های سوسیالیست آخر این انتقال، من جمله اون کسانی که قبل از این انتقال بورژوا و خرده بورژوا بودن. این شما که نمی‌تونید بگید فقط پرولتاریا میشه انسان سوسیالیست. اگر فقط به زور اسلحه خرده بورژوازی و بورژوازی رو سوسیالیست بکنیم، که خب دیگه اون جامعه سوسیالیستی نخواهد شد، اون اسلحه رو بعدش هم لازم داریم. بنابراین باید با مشارکت همه. حالا من دوران جنگ داخلی و خطرات نمیدونم حمله ضد انقلابی اینا رو کاری ندارم، ما دارم میگم یه مدل تئوریک داریم صحبت میکنیم از انتقال. در این مدل به اصطلاح تئوریک از انتقال واضحه که دولت کارگری اگر بخواد در این انتقال موفق بشه باید خودش رو به عنوان دولت طبقاتی از بین ببره. بنابراین باید عالی ترین شکل از دموکراسی رو در اون جامعه مستقر کنه که به مراتب وسیع‌تر و گسترده‌تر و عمیق‌تر از دموکراسی بورژوایی باید باشه. و شما نمیتونید بگین من یه شکل عالی تری از دموکراسی میخوام بسازم ولی همه قدم اول فلان حق رأی مثلا از نصف جامعه رو میگیرم. آیا چه جور گسترش دموکراسیه؟ آزادی احزاب رو میگیرم، آزادی بیان رو میگیرم، چون اینا همه ضد انقلابای بورژوا هستن. کیه که تعیین میکنه کی ضد انقلاب کی نیست؟ توده مردم با تشخیص بدن. همون کسی که این قدرت رو به خودش بده که بگه به یک کسی این چون حزب ضد انقلابی بورژواییست من به صلاح همش رو میگیرم میزنم زندان، فردا دقیقه همین این همین که در روسیه شد، فردا دقیقه میره خود انقلابیون کارگری رو میگیره به همین جور میبره اعدام میکنه، همین چون که کرد در روسیه. بنابراین منظور من این بود شکل حکومتی، چون دولت از رژیم سیاسی جدا کنیم، درست؟ دولت به عنوان نهاد پایدارتر و مجموعه از نهادهایی که اسمشو میذاریم دستگاه دولتی، قضاوت، مقننه، اجرایی، همه این چیزهایی که رو هم بذاریم، درست؟ این دستگاه دولتی رژیم سیاسی حکومتیش به مراتب باید دموکراتیکتر باشه از دموکراسی، از عالی ترین دموکراسی بورژوایی. این اون نکته‌ای که من گفتم. منظورم نفی دیکتاتوری پرولتاریا نبود. سوال کردن که انقلاب در کشور عقب افتاده ارتباطش با انقلاب جهانی چیه و آیا خطر شکستش نیست در کشورهای عقب افتاده در محاصره نظام سرمایه‌داری. دو این که نظر من راجع به حزب چیه. در مورد سوال اول، این که انقلاب کجا زودتر از کجای دیگه اتفاق میفته، خب بستگی به تناسب قوا داره. واضحه نمیشه از قبل پیش بینی کرد کجا زودتر اتفاق میفته. به طور کلی بر اساس تجربه رسلای 100 سال اخیر یا بر اساس تجربه‌ای که در دوران اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 و بعد منجر به انقلاب اکتبر شد و لنین و بسا بلشویک‌ها و مارکسیست‌ها اون دوره جمع‌بندی کردن، مرکز ثقل انقلاب بسا منتقل شده به حاشیه. چرا؟ بر اساس دقیقاً تناسب قوا این رو توضیح می‌دادن، چون به خاطر شکلی که سرمایه‌داری در چارچوب نظام جهانی سرمایه‌داری در کشورهای عقب افتاده رشد کرده از بالا و از طریق مداخله، از طریق یک دولت دست نشونده در این کشورها، باعث شده که بورژوازی مدرن این کشورها علی اصول خیلی ضعیف باشه.
یعنی بورژوازی است که سابقه تاریخی نداره، فرهنگ نداره، ریشه نداره. شما نگاه کنید دیگه، مثلا به این مثلا صد فامیلی که دوران شاه بعد از انقلاب سفید مثلا گل سرسبد و مثلا سرمایه‌داری ایران بود، نگاه کنید از کجا اومدن اینا؟ بی ریش و بی... این که از پشت کوه یه دفعه یارو اومده شده مثلا یکی از بزرگترین سرمایه‌داران ایران، نه فرهنگ داره نه شعور حتی طبقاتی خودش رو داره. یعنی بورژوازی کشورهای عقب افتاده رو شما نگاه کنید در مقایسه با بورژوازی کشورهای پیشرفته، واقعا بورژوازی بی فرهنگ عقب افتاده مال عصر حجر. ما نمونهاشو دیدیم که شما نگاه کنید دیگه به بورژوازی ایران از توش اصلا چی در اومده. یکی مثلا یه محقق خوب در اومده، چهار تا دانشمند خوب در اومده، سه تا تئوریسین اومد، حتی ایدئولوژی بورژوازی خوب بلد نیست بده. بنابراین بورژوازی تو کشور عقب افتاده بنا به تعریف عقب افتاده است، دستیاری که در مقابلش پرولتاریا طبقه جهانی است، به تجربیات پرولتاریا جهانی دسترسی داره. یعنی در شرایطی که بورژوازی حاکم حتی فرهنگ نداره، به عنوان یک انسان بورژوا پرولتاریاش به مارکسیسم و بین‌الملل انقلابی دسترسی داره، به اندیشه های دسترسی داره که اصلا دل کشور خودش الزاما بیرون نیومده، تجربه جهانی پرولتاریاست. به نظر من وزنه به اصطلاح طبقاتی در کشورهای عقب افتاده، هرچند که پرولتاریا ممکن طبقه کوچیکی باشه، خرد بورژوازی عظیم داری، نمیدونم روستایی عظیم داری، غیر و ذلک، به نسبت بورژوازی میتونه طبقه قوی تری باشه، میتونه رهبری جامعه رو برای انتقال به سوسیالیسم در دست بگیره در یه نبرد انقلابی، همچنین تو خیلی از نمونه‌های تاریخی دیدید. نکته دوم به نظر من این که در کشورهای عقب افتاده مجدداً بنا به تعریف چون طبقه بورژوازی ضعیفه، چون سرمایه‌داریش سرمایه‌داری است که در چارچوب نظام جهانی سرمایه‌داری شکل گرفته، سرمایه‌داری است عقب افتاده و سرمایه‌داری است به اصطلاح که نمیتونه از یک سری بحران‌های ساختاری خودش رو رها بکنه، بنابراین فضایی هم برای مانور نداره. یعنی بورژوازی علل اصول تو کشورهای عقب افتاده، حالا استثناءات این بر اون بر بذاریم کنار، دارم یه بحث کلی میکنم، به طور کلی قادر نیست رفرم بپذیره. بورژوازی کشورهای اروپایی میتونه از این غارتی که میکنه بالاخره یه خوردنونی هم به طبقه کارگر بده، بورژوازی کشور عقب افتاده این کار رو هم نمیتونه بکنه. درچه رفرمیزم به اون شکل بسیار سوسیال دموکراتیکش در جوامع پیشرفته سرمایه‌داری نمیتونه اونچنان ریشه دار بشه در جنبش کارگری در کشورهای عقب افتاده، همچنین میبینیم نتونسته بشه. یه درز این روشنفکران ما، روشنفکر که چرکنم لغت خوبی شاید براش نباشه، به هر حال از این به اصطلاح بازماندگان نمیدونم اکثریت رو نمیدونم جبهه ملی سابق و حزب توده و غیره، همشون خیلی رویای اینو دارن که مثلا یه حزب سوسیال دموکراتیک جدید اگه ما در ایران میتونستیم بسازیم به به چی میشد. ولی نمیفهمن که جز همین آدما یه همچین حزبی، یه همچین جریانی در یه جامعه مثل ایران نمیتونه ریشه تودهی پیدا کنه. شاید بخواد ریشه تودهی پیدا کنه، بعد یه بورژوازی بالا باشه که بتونه مانوری بده، بتونه یه خورده نونی هم میره این پایین بده. ما نداریم همچین بورژوازی. به همین خاطر به نظر من هنوز میشه گفت احتمال انقلاب، یعنی احتمال به قدرت رسیدن در کشورهای عقب افتاده سرمایه‌داری بیشتر هست تا کشورهای مرکزی و کشورهای متروپول. ولی این صرفا قدرت سیاسیه. انتقال به سوسیالیسم ولی در کشور عقب افتاده به وضوح خیلی دشوارتر. یعنی انقلاب سوسیالیستی میتونه تو کشورهای عقب افتاده آغاز بشه، طبقه کارگر به قدرت برسه و دولت کارگری خودش رو تشکیل بده و انتقال به سوسیالیسم آغاز کنه، ولی یک در مقایسه با کشورهای پیشرفته این انتقال خیلی دشوارتره، چون کشورها باز بنا به تعریف عقب افتادن
نیروهای مبارزشون آنچنان رشد نکردن، یعنی حتی اون رشدی که سرمایه‌داری بعد میدادن هنوز نداده. تازه دولت کارگری باید یه کارهایی که بورژوازی هم نکرده بتونه بکنه، ایران رو مثلا صنعتی بکنه. میان میگن، من الان شنیدم این رفقای مثلا سابق چپی که حالا ول کردن و مرتد شدن، همه شیفته به صلاح تحولات و امکانات عظیم صنعتی ایران شدن. ببینید الان داریم انرژی هسته‌ای دسترسی پیدا میکنیم، نمیدونم بزرگترین تولیدات صنعتی در خاورمیانه الان در ایران صورت میگیره. نمیفهم، ما هنوز که هنوز یه بیل نمیتونیم تولید کنیم توی مملکت، بیل باید از خارج بخریم. بله فلزات داریم، ذوب فلزات داریم، نفت داریم، گاز داریم، فلان داریم، همه اینا رو داریم، ولی یه به اصطلاح سوزن نمیتونیم تولید کنیم. یعنی رشد تکنولوژیک ایران اینجوریه، ایران حداقل یه برنامه ریزی 20 ساله لازم داره تا بتونه صنعتی بشه. صنعتی به معنی دقیق کلمه، یعنی بتونه وسایل تولید بکنه. خب این کاری که بورژوازی که قادر به انجامش نیست، اگه بود تا حالا کرده بود دیگه. چند سال این همه، شاید تا به حال مثلا 2 تریلیون اینا پول نفت گرفته باشن. آخه با این 2 تریلیون این بورژوازی ایران چیکار کرده در از این سالها؟ نتونسته حتی ایران رو صنعتی بکنه. خب این کارا رو خود طبقه کارگر باید بکنه. درنچه انتقال به سوسیالیسم خیلی واضح دشوارتره توی کشور عقب افتاده مثل ایران. مضافم به این که به خاطر اینکه سرمایه‌داری جهانی، شما امروز جلو کامپیوتر نشستی یه دکمه فشار میدی، دفعه 4 تریلیون دلار رو میتونی از هنگ کنگ منتقل کنی به نیویورک. در یه همچین شرایطی شما اساسا چجوری میتونی از سرمایه‌داری خلع ید بکنی در چارچوب یک کشور؟ همه سرمایه شما رو میبره جای دیگه. کارخونه چون ساختمون که مسئلهش نیستش که. مضافم به این که تقسیم کار بین المللی هست در سطح جهانی. در چارچوب این تقسیم کار بین المللی، حتی تو آمریکاش اگر انقلاب بشه و این انقلاب گسترش پیدا نکنه، حالا به هر دلیل، البته کشور پیشرفته به قدری به هم وابسته هستن که تو یکیش انقلاب بشه، این دامینو به سرعت بقیه دیگه هم خواهند افتاد. به قدری اینا به اقتصادشون به هم وابسته، سعیرا به خاطر همین تقسیم کار بین المللی. ولی حالا لفظ بشه این گسترش پیدا نکنه. اتفاقا حتی آمریکاش انقلابش بدتر، اقتصادش بدتر از اینی خواهد شد که الان هست، اگر از بازار جهانی دور بیفته به خاطر تقسیم کار بین المللی. یعنی شما نمیتونی اساسا در چارچوب یک کشور به تنهایی، حالا عقب افتاده باشی که دیگه بدتر، در چارچوب یک کشور به تنهایی بتونی نیروهای مولده در سطح بین المللی رو تحت کنترل پرولتری بگیری. بنابراین انتقال به سوسیالیسم فقط در چارچوب بین المللی امکان داره. انقلاب از هر جا که شروع شه اگر گسترش پیدا نکنه توی دوره تاریخی، حالا این دوره تاریخی میتونه 100 سال هم طول بکشه، چون اوضاع جهان یه جوری که دولت کارگری راحت میتونه 50 سال دووم بیاره. از تناقضات بین امپریالیست هم استفاده کنی میتونی 100 سال دووم بیاری، شاید نتونن بیان از بینت ببرن به اون سرعت، ولی به هر حال یه دوره طول خواهد کشید دیگه. ولی اگر انقلاب گسترش پیدا نکنه، واضح که این انقلاب از درون منحط خواهد شد، واضح که این انقلاب شکست خواهد خورد. به نظر من اگر انقلاب فرضاً فردا در ایران پیروز شه، نتونه در عرض 50 سال 100 سال بعدش گسترش پیدا کنه، از بین خواهد رفت. بالاخره در محاصره سرمایه‌داری جهانی به نابودی کشیده خواهد شد. اولین نکته‌ای که بنا، حتی احتیاج به نابودی نظامی هم نداره. دولت شوروی به خاطر نابودی به صورت خطر نظامی از هم نپاشید، عاقبت از نظر اقتصادی بازی رو خواهی باخت، چون باراوری کار در صحنه اقتصاد جهانی بالاتر خواهد بود تا تو کشوری که ادعا میکنی داری میری به سوسیالیسم. اگر تو کنترل نداشته باشی روی نیروهای مولده در مقیاس جهانی،
نمیتونی باراوری کار رو در یک کشور به تنهایی در یک کشور عقب افتاده اونم برسونی حتی به سطح کشورهای عقب افتاده اروپایی، چه برسی که تازه از سرمایه‌داری هم جلو بزنی. از نظر اقتصادی عاقبت دخلتو خواهند آورد، همینجوری میدیدیم بلایی که سر شوروی عاقبت آمد. عاقبت شوروی از نظر اقتصادی عقب افتاده بود. دلیل شکست اساسی جامعه شوروی این بود، این مدل. بنابراین بله، اگر انقلاب منزوی بمونه منحط میشه یا شکست میخوره یا اصلا میپاشه. حالا یه دوی میگه خب اگر شما این حرفا میزنید پس خب الان به اوضاع دنیا نگاه کنیم واضح فردا ایران انقلاب بشه احتمال گسترشش کمه دیگه، پس اصلا چرا انقلاب کنیم؟ این هم هست، یه دوی میگن دیگه، هست تو همین چپ ایران یه دوی میگن. بابا علی که اصلا این مقاله داره سر این، قبل از اینکه خودش اضافه کلن سوسیالیزم رو ور کنه و نمیدونم جمهوری خواه لایش بشه، مقاله هم نوشته سر این، اسمش هم گشته خودکشی، خودکشی انقلابی. میگه اصلا انقلاب نکنیم دیگه، فایده ای نداره. نه اولا از قبل از مبارزه که آدم نمیتونه تعیین کنه چی میشه، بالاخره ما میکنیم، یکی دیگه میکنه، یکی دیگه میکنه، پنجاه تا از اینا میکنیم تا بالاخره موفق شید. همچنین که مارکس میگه پرولتاریا در مبارزات پی در پی طبقاتیش شایستگی خود را برای کسب قدرت سیاسی در تجربه کسب خواهد کرد. تا مبارزه نکنی که تجربه کسب نمی کنی که، جلو نمی ری که. بعدم این بحث این بحثه که من بگم چون من میدونم بالاخره هر چقدرم علم نمیدونم بشری پیشرفت کنه بالاخره من مثلا 110 سالگی میمیرم. البته الان یه دیگه میگن تو که نقدن همین 110 سالت رو عمر کردی، از حالا پس خودم بکشم دیگه، خب چه فایده داره، همه اون عاقبت میمیریم دیگه، خب از حالا بریم همه یه خودمونچی دست جمعی بکنیم. این حرف این اون حرفه واضح ایجاد دولت کارگری. شما نگاه کنید در ایران الان انقلاب بشه، همین مسئله ای که خیلی ها رو میترسونه، مسئله ملی، دیدین تمام این توده یا اکثریتی یا الان همه شدن نگران تجزیه ایران، یعنی همون مزخرفاتی رو که خود رژیم ایران میگه به خاطر که توجیه کنه سرکوب رو که بله توطئه چی داره میکنه که ایران رو تجزیه کنه. خب مگه توطئه های اینجوری همیشه در دور جهان بوده؟ مگه چیز جدیدیه؟ بخواد که توجیه کنن سرکوب اعراب، سرکوب ترکا، سرکوب کردها، سرکوب تمام ملیت ها رو در ایران، الان این رو علم کردن دیگه، این جبه مثلا نظامی پلیسی که الان در ایران داره رژیم را میندازه، بخواد که توجیه کنه این موقعیت رو، خودش اصلا دامن میزنه با این تحریکاتی که کرده، اسرائیل بعد نابود شود، نمیدونم هولوکاست اصلا پیدا نشده، بمب اتمی ما میسازیم تا چشمتونم چهار تا بشه. یعنی این روشی که رژیم ایران ایجاد کرده به چه دلیل؟ دقیقا به همین دلیل دیگه، این حالت جنگ افروزی و این وضعیت بحرانی رو تو جامعه عمیق‌تر عمیق‌تر کنه که الان اتاقای پلتاکی هم همه شدن سخنگوی، اتاق انجمن سخن یکی دقیقا شده اصلا نمایانده این دیدگاه در به اصطلاح پلتاس. خب اینا فراموش میکنن این رو که اگه ایران انقلاب بشه همین ملیت هایی که شما اینقدر قصه تجدید ایران رو میخوریم سرش، اتفاقا عوامل گسترش انقلاب هم تو کل منطقه، چون ملیت هایی که تجزیه شدن بین مرز ایران و آذربایجان و ترکیه و سوریه و پاکستان و نمیدونم افغانستان و عربستان و این بلا عراق و غیر و زاری، خود همینا اتفاقا به اصطلاح تلیعه انقلاب رو گسترش خواهند داد در منطقه. یعنی اتفاقا انقلاب در ایران، منطقه ایران، شما در نظر بید چقدر منطقه حساسیه و یک قدرت انقلابی در ایران به نظر من سریعا در منطقه رشد خواهد کرد. اصلا اینجوری نیست که این زلو منزوی خواهد بید، یه مش آخوندش میتونن بسیج کنن تو سطح منطقه. دولت پرولتری حالا یعنی نمیتونه در منطقه انقلاب رو گسترش بده. به نظر من جنایتی که در شورویان صورت گرفت دقیقا همین بود که به جای اتکا به گسترش انقلاب رفتن رو تز سوسیالیسم در کشور،
مگه انقلاب چین 25-27 نشد؟ مگه اعتصاب عمومی انگلیس 1926 نشد؟ مگه جنگ داخلی اسپانیا 1930-36 نشد؟ تمام اینا شرایطی بود برای اینکه انقلاب بتونست تو اروپا گسترش پیدا کنه. در اصل کمیته گفت نه، شما فقط دفاع کنید که امپریالیسم شوروی را از بین نبره، بعد همه دنیا میبینن به به عجب مدل عالی ما در شوروی ساختیم، بیکاری نیست، تورم نیست، همه در رفاه و در بهشت برین به سر میبرن، همه خودشون اصلا سوسیالیست میشن. بنابراین واضحه اگه انقلاب در یه کشوری بشه، رهبری انقلابی داشته باشه، پرولتر آگاه داشته باشه، انقلاب میتونه سریع گسترش پیدا کنه، به شرطی بتونه خودش رو نگه داره و بفهمه، فریب نده خودش رو، فکر کنه مثلا چه میدونم فقر رو جیره بندی کنه این نوعی سوسیالیزمه، بگیره 6 تا کارخونه رو دولتی کنه این شد سوسیالیزم، روزی 12 ساعت کار کنه این میشه سوسیالیزم. فریب نده خودش رو، دقیقا بدونه من تنها شکلی که میتونم به جامعه سوسیالیستی برسم گسترش انقلابه، انقلاب تموم نشده، انقلاب ادامه داره. این اصل ساده رو اون دولت کارگری بفهمه، بعد حالا دیگه تاکتیکاش و سیاستهایی که باید بزنه در صحنه جهانی، اونها بحثای جزئی و کنکرتی که میشه توی مقطع دیگه بهش پرداخت. اونم نه اینکه هیچ تجربه نیست، تجربیات زیادی در صحنه بین المللی هست، در تجربیات جنبش کارگری هست، برای اینکه آدم درس بگیره دقیقا چجوری میتونه دووم بیاره در محاصره نظام جهانی امپریالیستی و چجوری میتونه انقلاب رو کم علارغم این محاصره گسترش بده و نبرد رو ادامه. ولی خب اگر شکست خوردیم، خب شکست خوردیم. سال آخری هم در رابطه با حزب، من اصلا حزب رد نمی کنم، مفهوم حزب پیشگام انقلابی هنوزم به نظر من کاملا به قوت خودش باقیه، منتها بستگی داره منظورمون از این چی باشه. متاسفانه مفاهیم مختلفی هست از حزب پیشگام انقلابی. یه مفهوم خیلی سادش، حالی مفهوم خوب و قشنگش رو بگم، مفاهیم زشتش رو نگم، قشنگترین مفهومش اینه که طبقه کارگر یه لایه پیشگام ده، مثلا ما کمونیستا یا ما سوسیالیستا فرضاً، این لایه پیشگام قدرت رو به اسم طبقه کارگر باید بگیره و حزب انقلابی پیشگام طبقه کارگر هم در واقع حزبیست که این پیشگام توش متشکل شده و این باید قدرت رو بگیره. این به نظر همون بلانکیزم هستش، تفاوتی با باباس نداره ابدا. مفهوم رهبری رو با مفهوم قدرت اشتباه نباید گرفت. مثلا یکی از اشتباهات متاسفانه تجربه انقلاب اکتبر چون خیلی سریع شکست خورد به استالینیسم کشید و استالین خیلی از همون مقولات لنینی رو برداشته برای با یه محتوای جدید ولی همون فرم رو بیان میکنه، خیلی ماها به این اشتباه افتادیم که خب مفاهیم از لنینیزم غلطه، در که به نظر من اینطوری نیست. البته لنینیزم نه که نواقصی نداره، یه تجربه است دیگه، ما باید از این تجربه فراتر بریم و باید از جوانب مثبتش استفاده کنیم. مقوله حزب پیشگام لنینی اتفاقا در اینه که گرایش سوسیالیستی درون طبقه کارگر یه گرایش اقلیته، در چارچوبی که نظام جهانی سرمایه‌داری وجود داره طبقه بورژوا حاکمه، ایدئولوژی حاکم ایدئولوژی بورژوایی. بنابراین علل اصول شما تو هر کشور دنیا که نگاه کنی اکثریت عظیم طبقه کارگر بورژوا رفرمیسته و آگاهی سوسیالیستی که کسب میشه در مبارزه طبقاتی اینطوری نیست که همینجور میمونه بعد به صورت خطی رشد کمی میکنه. مثلا امروز 5 تا آگاه میشن، فردا 100 تا آگاه میشن، پس فردا 1000 تا آگاه میشن، پس اون فردا مثلا 2 میلیون آگاه میشن. پروسه رشد آگاهی طبقاتی، تجربه مبارزه طبقاتی نشون داده اینطوری نیست، زیگزاگیه، افت و خیز داره. جامعه سرمایه داری همونطور که آگاهی ایجاد میکنه، پرولتاریا در نبرد طبقاتیش آگاهی پیدا میکنه و به ضرورت سوسیالیسم پی میبره، همون تولید در همون پرولتاریا تو 2 سال بعدش توهم تولید خواهد کرد. تولید سرمایه‌داری فقط آگاهی تولید نمیکنه،
در ذهن پرولتا، بلکه توهم هم تولید میکنه و باز تولید میکنه. مفهوم حزب پیشگام انقلابی اینه که چجوری ما لایه پیشگام، لایه سوسیالیست طبقه کارگر رو اجازه ندیم در یه فاز بعد از بین بره، و چجوری رابطه این لایه پیشگام رو با توده طبقه کارگر حفظ کنیم که به تدریج بتونه در مبارزات طبقاتی رهبری این مبارزات رو در دست بگیره، نه اینکه قدرت رو به جای طبقه کارگر در دست بگیره. مفهوم رهبری رو، رهبری هم با لیاقتش رو در مبارزه نشون داد، همونجور که بلشویک ها در مبارزه لیاقت رهبری رو نشون دادن. ولی به این معنی است که حالا حزب بلشویک قدرت رو خواهد گرفت؟ نه، نهادهای خود حکومتی کارگران قدرت رو باید در دست بگیرن. حالا در داخل این نهادها ممکنه بلشویک ها خیلی هم محبوب باشن یا انقلابیون اکثریت هم داشته باشن، ولی همیشه که اینطور نخواهد بود. که بعدم یه حزب که ما نداریم، ممکن 10 تا حزب مختلف باشه، 10 تا جریان مختلف باشه، ولی نهادهای قدرت، نهاد دولتی پرولتری حزب و کمیسر خلق نیست، کابینه و وزارت خونه نیست. نهادهای قدرت کارگری نهادهای خودحکومتی کارگردان، حالا شوراها، انجمنهای محل، حالا یه مجموعه از نهادها و مؤسساتی که در دوران دولت کارگری شکل خواهد گرفت، اینها که قدرت رو اعمال میکنن و قدرت پخش میشه. به نظر من مفهوم حزب رو اگه برگردیم به مفهوم دقیقی که منظور بلشویک ها ازش این بود، خود لنین برها، خود لنین نظراتش برها فقط این جزوه یک گام به پیش دو گام به عقب که نیستش که، یا چه باید کرد که نیستش که، لنین بارها برگشته به این مسئله. و تازه فقط لنین نیست، خیلی از سرشناسان جنبش کارگری سر این نظر دادن، روزا لوکزامبورگ، آنتونیو گرامشی، لئون تروتسکی، کارل کوش، یعنی چندین ما نویسنده برجسته مارکسیستی داریم در اون دوران، هم دوره های لنین، هم دوره های مال قرن 19 و 20 که راجع به مسئله نظر داره. این مجموعه نظر رو بعد برداریم و مفهوم حزب پیشگام انقلابی رو تبلیغ کنیم. این یه نکته است. بنابراین جدا کردن مقوله رهبری از مقوله قدرت، دو، پروسه شکل‌گیری حزب انقلابی. من بعضی وقت رفقا میرم مثلا ایراد میارم، میگم باز به رفقایی که حزبای مختلف ساختن بر نخوره، من منظورم حمله فردی به اون رفقا نیست، چه بسا همشون هم رفقای ارزندهی باشن. منظورم اینه که این حزب رو در ضمن قلابی نمیشه تشکیل داد. رفقایی که این فرض میکنن 6 نفر دور هم جمع شن یه نشریه منتشر کنن، تبلیغات کمونیستی کنن، میشه نطفه حزب کمونیستی، نمیفهمن موقعی که لنین حرفا رو زد چیزی حدود 9000 تا کارگر عضوشون بود، در 1400 کارخونه در 1903 موقعی که روزنامه ایسکارا نشون کرد منتشر کردن و این ایده نشریه به عنوان ارگان سازمانده رو مطرح کرد و نقش حزب رو در این رابطه مطرح کرد، موقعی این حرف رو داره لنین میزنه در 1400 1200 الی 1400 کارخونه هسته سوسیال دموکراتیک وجود داشت، یعنی سلولای مشخصی بودن که عضو حزب سوسیال دموکراسی بودن. اینطوری نیست که بنده و یاسمن مثلا رفتیم فردا اعلام حزب کردیم، یا حالا مثلا من و یاسمن به اضافه 100 نفر دیگه. این حزبم، این حزب پیشگامم تصنعی نمیشه ایجادش کرد. تصنعی ایجاد کنیم اون وقت دچار همین مشکلات خواهیم شد دیگه، یعنی میشیم در واقع در عمل هر چقدر نیات پاک داشته باشیم در عمل میشیم یه کپی از احزاب بورژوایی، یعنی یه حزب میسازیم حالا خیلی خوششانس باشیم مثلا 200 هم عضو داریم، 200 عضو برجسته و هنرمند و نویسنده و به صدا عاقل و بالغ هم داریم، خب حالا باید یه تبلیغ کنیم دیگه،
تبلیغ کرده باید یه جور خودمون دووم بیاریم دیگه. چیکار میکنیم؟ جنجال میکنیم، بعد باید بریم پول از یه جایی بیاریم. و پول هم دیگه دو جور که بیشتر نیست، یا باید بانک بزنیم یا باید بریم یه دولت خارجی بگیریم دیگه. دولت خارجی از کی بگیریم؟ خب کی هست مخالف مثلا رژیم؟ صدام هست، نمیدونم اسرائیل هست، عربستان سعودی هست، افغانستان اون دوره هست. دقیقاً به این تجربیات خواهیم رسید دیگه، به این روش ها خواهیم رسید دیگه. قلابی حزب ساختن، حزبی که بر اساس به اصطلاح آره دیگه، یا میام سر من که میام سراغ بیا و استخبار که ادوازار یعنی میگم حزب قلابی ساختن یعنی این دیگه، حزبی که متکی از دل مبارزات توده طبقه کارگر بیرون نیامده باشه، واقعا در پیشگام خود طبقه، نه در پیشگامی که خودش رو پیشگام میدونه، بنده که خودم رو پیشگام میدونم، در اون رهبری طبیعی درون طبقه کارگر از دل اون بیرون نیامده باشه، نفوذ نداشته باشه، ریشه اجتماعی درون خود طبقه نداشته باشه، خب تصنعیه. به زور تبلیغات و پول نمیشه حزب انقلابی ساخت، همونجوری که تجربه سالها اثبات کرد. بنابراین من اصلا نه تنها مخالف حزب نیستم، بلکه 100% موافقم، موافق حزب پیشگامم هستم و حزب توده‌ای طبقه کارگرم نمیشه ساخت. حزب توده‌ای طبقه کارگر فقط میتونه حزب سوسیال دموکراتیک طبقه کارگر باشه. حزب پیشگام انقلابی حزبی است اقلیت و تا انقلاب هم حزبی اقلیت خواهد بود، ولی حزبی است که بعد از دل مبارزات خود طبقه بیرون اومده باشه و ریشه اون تو داشته باشه. و تازه اگر این حزبم بتونه پرولتاریا رو به صورت موفقیت آمیز رهبری کنه در یک انقلاب، بعد از انقلاب به این معنی است که قدرت دست این حزب میفته، بلکه قدرت دست نهادهای خودگردان و خودحکومتی توده های کارگر و زحمتکش باید میفته. حزب رهبر هدایت کننده است، نه اصلا قدرت و حق وتو.